بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. روز جمعه هست و خیلی خوشحالم که با شما هستیم و خیلی خوشحالم که شما هم با ما هستید. خود این بودن و وجود داشتن موضوع مهمی هست که قدرش رو نمیدونیم. گفت تا هستم ای رفیق ندانی که کیستم، روزی سراغ وقت من آیی که نیستم. برین سراغ وقت دوستان، فامیل، اقوام تا هستند. و اما امروز 26 ماه جولای سال 2019 میلادی است، برابر با 4 مرداد 1398، ساعت 3 بعد از ظهر وقت واشنگتن به وقت نیویورک با آقای امیر حسین لادن خواهیم بود تا درباره دو تا موضوعی که دو مقاله ایشون نوشتن و به نظر من خیلی جالب بود، یکیش عدم موفقیت مخالفان رژیم و دیگری هم درباره صحبت‌هایی که گروه‌های مختلف انجام میدن و حقیقت نداره و به صورت پروپاگاندا فقط شایعه پخش میکنن و اینها، با ایشون صحبت میکنیم. آقای شکری بعد این همه مدت میگه آقا موضوع برنامه چیه؟ آقا ما آمدیم اینجا تا مشکلات دنیا رو حل کنیم، مسئله خاورمیانه رو از بین ببریم، مشکلات یک یک بینندگان رو از بین ببریم، جامعه عالی خوب بسازیم. خود شما میدونی که همه این چیزهایی که گفتم دروغ مهمل مزخرفه. پس آقا موضوعی در کار نیست. یه فیلمی بود اینجا، سریالی بود به نام ساینفیلد، هنرپیشه اسمش جری ساینفیلد بود و کل این سریال رو به اسم اون گذاشته بودن و جالب بود. اولین روزی که گفت ما این برنامه رو شروع کردیم، گفت برنامه ما درباره هیچ چیز هست، ضمن این که درباره همه چیز هم هست. مثلا این آقای احمد رضا کریمی که ما روز چهارشنبه با ایشون مصاحبه کردیم از زندان از سیاتل، و ایشون توی صحبتاشون من گفتم آقا اینی که شما میگی نمیخونه که شما آمدی اینجا میخواید پناهجو باشی با اون نگرانی ها، با اون مصیبت ها، یه افسری یا یه آفیسری یا یه مأمور اداره مهاجرت آمده اونجا با شما مصاحبه کنه درباره سیچویشن، شرایط، وضعیت شما. ایشون سوال میکنه کی هستی؟ به جایی که بگی من احمد رضا کریمی هستم، بگی من آمدم اینجا از دزدی های رفسنجانی صحبت کنم. بعدم ایشون به شما بگه که خب اون ملکه انگلیس بهش گفته چیز کنه اینها. بعد ایشون گفت که نه من اینجوری نگفتم. اجازه بدید من ویدیوی ایشون رو برای شما پخش کنم. دلیلی هم که دیگه دیروز با ایشون تماس نگرفتم، اولا یکی این بود که کار داشتم، برنامه آقای حسن فیروزی با ایشون بودیم، برنامه خوبی هست، برید نگاه کنید حتما اگه ندیدید، و به احتمال زیاد تا هستن ایشون تا سه شنبه در این منطقه ایست کوست یا شرق آمریکا یک مسابقه دیگه خواهیم داشت، قرار بود فردا باشیم ولی من متاسفانه یک کار برام پیش آمد و از ایشون خواستم که برنامه فردا رو کنسل کنه و دوشنبه با هم باشیم، که می نویسم میذارم روی به اصطلاح صفحه فیسبوک و اینها. ولی فعلا بریم این ویدیوی آقای احمد رضا کریمی رو ببینیم که ایشون به نام کوروش پارسی ویدیو میذارن. و جالب بود وقتی من صحبت کردم، خیلی از دوستان چه از طریق تلفن، چه از طریق ایمیل، چه از طریق فیسبوک تماس گرفتن و گفتن آقا این جوانهایی که میان از ایران اینجوری، حقیقتا بعضی هاشون دوچار یک مالی خولیایی میشن که اینها احتیاج به کمک دارن، و ای کاش به جای اینکه ما میکروفون بدیم دست اینها، اینها این چیزایی رو که تو مغز خودشون پروروندن هی بیشتر و بیشتر پخش کنن، ای کاش یه سازمانی درست بشه به اینها کمک کنه بره با این. ببینید کسی که معتاده به فامیلش هر چی بهش میگن آقا تو معتادی، میگه نه اینجوری اونجوری. کسی که بیماری روانی داره هر چی فامیل دوستاش بخوان اون میگه نه. این باید یه کسایی، افرادی که وارد هستن روششون رو
به اصطلاح درس خوندن، میدونن، آزمایش کردن که چگونه اپروچ کنن. اپروچ کردن یعنی چگونه نزدیک بشن، یواش یواش به طرف بگن بابا اینجوریه اونجوریه، تو اگه هر روز از سر یه ساعتی باید سیگار بکشی یا مثل این سوربی سر یه ساعتی باید آبجو بخوری، آقا تو معتادی. اونم ثابت کنه که آقا من نمیخورم، من از امروز نمیخورم تا 3 ساعت دیگه. بله خب بریم. من این ویدیوی ایشون رو که به اصطلاح از زمانی که ایشون درباره اون مصاحبهش صحبت میکنه گذاشتم، نگاه کنید و ببینید، شما هم قضاوت کنید که ما اینجا نه با کسی دشمنی داریم نه با کسی خصومت داریم. اصلا بنده ایشون رو تا چند روز پیش نمیشناختم. آقای جهانگیر شادانلو تماس گرفتن، گفتن یه همچین فردی هست، گفتیم خب تماس بگیر. ایشون تماس گرفت، وقت صحبت کردیم، وقت شما برنامه گذار هستی میخوای با یه نفر صحبت کنی، 2-3 روش مختلف، یکی میری ویدیوهای قبلیش رو میبینی، یکی از این و اون میپرسی، فلانی رو میشناسی، شما در موردش چی فکر میکنی، تا یک زمینه داشته باشی که با طرف صحبت کن. ما وقتی به ایشون تماس گرفتیم و یعنی ایشون با ما تماس گرفت، گفت که اینجوری اینها، اسم و فامیل اینها رو که پرسیدیم، این ویدیوها رو دیدیم هم قبل از برنامه به دوستان، به آقای زرابی، به همین خانم ولایت، به آقای شادانلو، به 2-3 دوستان دیگه که من هر وقت سوالی دارم روی اینترنت و اینها از اینا سوال میکنم، اینو فرستادیم و سوال کردیم نظر شما درباره این جوانی که نشسته اینجا و این حرفا رو میزنه چیه. میتونم بگم همشون نظری رو که من دارم که اینجوری نیست، این سیستم اینجوری کار نمیکنه. و ببینیم ایشون چی میگه. یک لحظه، بله من این صفحه رو برای شما بیارم اینجا، تصویر خودم و اینها رو بردارم. و این هست آقای احمد رضا کریمی که الان در زندان یا بازداشتگاه واشنگتن هستن. یادتون باشه دوستان، سیاتل واشنگتن با این واشنگتن ما فرق میکنه. این واشنگتن اسم شهره و اون استیت آف واشنگتن، اون اسم ایالت، اسم فرمانداری. در صورت اینو داشته باشید، این عکس ایشون، صدای ایشون رو هم من باز کنم، شما هم گوش کنید و به من بگید که چه باید کرد. صدا رو اینجا هم داریم، با هم میشنویم. با مأمور سیستم اطلاعات کانادا به نام صابرینا صحبت کردم که وقتی که اون زن دریافت که من بی‌نهایت جدی هستم در مورد فعالیت هام و از دولت کانادا پاسخ میخوام که چرا، با توجه به اینکه خودشون در قانونشون گفته بودن که عوامل حکومت تروریست اسلامی حق ورود به کانادا رو ندارن، چه از بچه های آخوندها و دیگر عوامل حکومت تروریست اسلامی، اونا قانون خودشون شکستن و از پول خون مردم ایران توسط بچه های ملاها دارن تغذیه میکنن. اون مأمور سیستم اطلاعات کانادا با پررویی و پرخاشگری گفت که اولا که سرمایه گذاریه که خاندان رفسنجانی در اینجا انجام دادن برای ملکه انگلیس بوده و اینکه بچه های ملا و عوامل سیستم تروریستی اسلامی که شامل عوامل اطلاعات سپاه پاسداران، سیستم اطلاعات جمهوری اسلامی و دیگر ملاها و دیگر حزب‌اللهی‌های رژیم هست که اومدن به کانادا، اونا با پاسپورت‌های خودشون اومدن و به جامعه ایرانی و مردم ایران هیچ ربطی نداره. خب من یک متوجه نمیشم با پاسپورت‌های خودشون اومدن یعنی چی؟ مگه کسی هم هست با پاسپورت دیگری بیاد؟ حالا اگه ایشون میگفت که مثلا اونها با پاسپورت آمریکایی اومدن، با پاسپورت کشورهای دیگه اومدن، یه چیزی. کلن من این موضوع، این برنامه، این صحبت با ایشون رو یه مقداری آمریکایی‌ها میگن فیشی، و ولی شما آزادید. من الان شماره تلفن ایشون رو هم بهتون میدم، اگه خواستید خودتون مستقیما باشون تماس بگیرید. ایریا کد 253-779-6000 اکستنشن یا شماره داخلی 6028. ضمن این که اسم ایشون اونجا احمد رضا کریمی هست،
یک شماره ای دارن بهش میگن A نمبر، همین حرف A، A 215 566 319. و این کاری بود که من میتونم انجام بدم و امیدوارم که ایشون حالا اگر احتیاج به یک کمکی داره، چه از لحاظ درمانی چه از لحاظ اقامت به اصطلاح، اونها انجام بشه. من اینجا، ما تلویزیون ها یا دیگر دوستانی که هستن، ما اینجا همه کاره نیستیم. مثلا یه نفر میگه آقا من بیمارم، احتیاج به پول دارم، ما عنوان میکنیم، یکی کمک میکنه، ولی اینجا ما ننشستیم هر کی گفت من بیمارم بهش پول بدیم بیمارستان بره و فلان اینها. و همینجوری ما خودمون هشتمون گروه بیستمونه دیگه، اگه بخوام به دیگران کمک کنیم هیچ. و هم بذارید من این رو ببندم و بیام سراغ شما دوستان عزیز. شما نظرتون رو درباره این دوست و دیگر دوستانی که احیانا شما دیدید در مهمونی ها، در جلسات، در برنامه ها صحبت میکنن، من فکر نمی کنم ماجرای پناهجویی و پناهندگی اینجوری باشه که شما بیای به اون ماموری که اومده با شما مصاحبه کنه بگید که من از شما جواب میخوام. اونم ملتی که در دو رژیم، چه در رژیم شاه چه در رژیم شیخ، هرگز مسئولین کشور ما مسئول نبودن تا در قبال سوالات ما جوابگو باشن. حالا چجوری یه دفعه ما از مرز که رد میشیم سوربی طلبکار میشه از ترامپ میخواد جواب بگیره، این آقا طلبکار میشه از ملکه انگلیس میخواد جواب بگیره، نمیدونم. میگه که he looks like okay، ما اصلا به قیافه ایشون آقای فرخ کاری نداریم. وقتی شما میگه he looks like یعنی به نظر میاد، یعنی صورت و اینها. و جالب بود که ایشون علامت فروهه رو گذاشته اینجا، روشم علامت اون اسرائیل چیست؟ ستاره داوود رو گذاشته که دو تا ستاره داخل هم هستن. من یه چیزایی رو نمیفهمم، مغز من اندازه مغز گنجشک هست و شما ببخشید به بزرگواری خودتون دوستان. و اما بله، من در اختیار، خیلی ممنون، چون من از آقای حسن فیروزی خواهش کرده بودم که برنامه فردا رو کنسل کنن و دوشنبه با هم باشیم، ایشون هم نوشته بود که هیچ مسئله نیست و دوشنبه با شما خواهیم بود. حالا دوشنبه اگر ایشون زودتر خواست، برنامه ساعت 2 تا 4 خودم رو در اختیار ایشون قرار میدم. اگر خواستن من 2 تا 3 2 تا 3:30 برنامه میذارم، بعد از 4 با ایشون خواهیم بود با شما دوستان. برنامه دیروز آقای حسن فیروزی رو هم روی فیسبوک میتونید ببینید، هم روی مردم tv.com پخش میشه و هم روی یوتیوب مردم tv.com هم هست. شما همین که اسم ایشون رو بنویسید، ویدیوها که میاد به ترتیب تاریخ میتونید خودتون فیلتر کنید یا سورت کنید یا عوض کنید. دیدید مثلا شما یه چی میخواین از ای بی بخرید، میگه میخوای به قیمت از قیمت کم به بالا، از قیمت بالا به پایین، از مسافت، از سریع تر بهتون رسیدن، اینا رو بهش میگن سورت کردن، دستبندی کردن، فیلتر کردن. اینها همه تون بهتر از من بلدید. بله، آقای فرخ هم میگه I mean mentally. خیلی خوشحالم فرخ، چون یه دفعه به خود من گفته بود تو احتیاج به اصطلاح روانشناس و اینها داری. خیلی خوشحالم که ما دوستی داریم مثل فرخ، بنده خدا خواهرش این همه سال رفته درس خونده. و شما وقتی مشکل روانشناسی داری باید بری مطبش صحبت کنی، حرف بزنی، ولی فرخ اینجوری میگه سوربی دیوانه است، این آقا خوبه. خیلی خوبه، خیلی خوب. من بارها تو برنامه‌ها گفته بودم، چون این دوستان ایرانی مثلا میاد میگه آقا این که دیگه از قیافش معلوم جاسوسه، میگم آقا شما والا حیفه، شما برو برای FBI کار کن، تو خیابون همینجوری که رد میشی بگو این جاسوسه، این وطن پرسته، این خودفروشه، این اینه، این اینه. دوستان اینجوری نیست، زندگی اینجوری نیست که من و شما داریم. اصلا یه دنیایی شده، یه فیلمی بود دنیای دیوانه دیوانه دیوانه، و ما الان فیلم نیستی، ما اون دنیا رو برای خودمون درست کردیم. دیوانه دیوانه دیوانه، یه دیوانه اینجا یه دیوانه اونجا، و دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید. خیلی ممنون، بریم سراغ برنامه های امروز. کشتی نفتی رزماری و انگلستان دزد دریایی امروزه یا دزد دریایی 1331 هم هست. 1331 تا 1398 بگو که 60-70 سال میشه دیگه، درسته؟
اون زمان هم وقتی که ایران مشکل مالی داشت و احتیاج به پول داشت، انگلیس همین نامردمی ها رو سرش در آورد و یک کشتی رو که داشت با پرچم فکر کنم هندوستان میرفت و اینها گرفتن و یه مدت اصلا خبری ازش نبود، مثل الان که نبود که همه وسایل ارتباطی باشه و اینها. و میگن این راهزنی دریایی یا دزد دریایی انگلیسی ها تو خونشونه. میدونی مثلا اونایی که مال سوئد و اون 3-4 تا کشور هستن، اونا افتخارشون به وایکینگا هست. اینا وایکینگا که یه مشتی دزد و راهزن و اینها، ولی نگاه کنید علامت کشورشون به اصطلاح لوگوی ورزششون فلان اینا همش اون هست. حالا نمیدونم، در صورت من تسلیت میگم، تبریک میگم به انگلیس، به مردم انگلستان، که اگه ما روزی که ترامپ انتخاب شد اینجا دوستانی که ایران بودن گفتن آقا ما 8 سال احمدی نژاد رو کشیدیم، حالا شما چند سال این ترامپ رو تحمل کنید تا درد ما رو بفهمید. ضمن این که این آقای بوریس جانسون بهش میگن ترامپ انگلستان، و ترامپ هم خیلی خوشحال بود و حتی جمله رو بلد نبود که چجوری بگه این ترامپ انگلستانه و ازش ایراد گرفتن. گویا ایشون پدر بزرگش عثمانی هست. عثمانی ها همون آدمان یا اونایی هستن که حمله کردن یه جاهایی رو گرفتن، و همین امروزی که شما میبینید ترکیه این همه مسجد داره از همون حکومت عثمانیان هست. و اگر امروز شما میبینید این آقای اردوغان هنوز میخواد اسلام رو رواج بده و خودش و خانمش اینجوری رو سری و نمیدونه فلان رو تو سری و فلان اینا، این دنباله اونه، میگه ما حکومت عثمانی رو میخوایم، و یعنی ما اسیر یک مشت رهبران دیوانه شدیم. این ترامپ نادان که از جنگ فرار کرده، پولهای دزدیده از مردم، حق و حقوق مردم رو نداده، 3-4 تا بچه شیاد و شالاتان تحویل این جامعه داده که واقعا مثل زالو هستن، آمده میگه من میخوام آمریکا رو دوباره به جای عالی برسونم. هر کی بهش میگه منظورت از دوباره چیه، من مثلا به شما میگم دوباره میام منزل شما، یعنی دیروز منزلتون بودم امروز هم میام. وقتی میگی دوباره اگین کیه، نمیتونه جواب بده. و الان چند مدتی خفه شده، فقط میگه آمریکا رو وی کیپ ایت گریت، یعنی دیگه الان خوب شد آمریکا و کیپ ایت گریت. برید ببینید چند تا پرونده باز این تو دادگاه‌های مختلف داره و همه نشستن که این دوره ریاست جمهوریش تموم بشه و یقهشو بچسبن بگیرنش، چون فعلا مسئولیت سیاسی داره. اینم یه مشکل بزرگیه. خب بریم سراغ بله آقای امیرحسین لادن رو خدمتتون گفتم، ولی ویدیوهایی که براتون گذاشتم اینجا یا نوشته ها رو با هم مرور کنیم. و من اون روز راجع به شستن چشم با آب نمک رقیق بهتون گفتم، خیلی از دوستان گفتن آقا انجام دادیم چقدر خوبه، آدم راحت میشه، ریلکس میشه. و شما تا اسم آب نمک میاد فکر نکنید حالا تو چشمتونم آب نمک که میریزید مزهشو میفهمید. ضمن اینکه مغز آدم انقدر قوی هست که واقعا اینجوری هست. حالا میخواین امتحان کنین مغزتون رو، میخواین ببینید چقدر قویه، چشماتونم نبندید. تصور کنید که شما رفتید توی آشپزخونه، یک لیموی رو برداشتید میذارید روی این کاتینگ بورد یا اون چوبی که مخصوص بریدن هست. ما تو ایران نار استفاده نمی‌کردیم، بیچاره مادرها اون اینجوری چیز میکردن، اینجا تاق 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 کات میکنن، بهش میگن کاتینگ بورد. کاتینگ یعنی بریدن، بوردم یعنی هر تخته‌ای، مثلا بلک بورد اون تابلو مدرسه رو میگفتن تابلو سیاه یا تخته سیاه که الان دیگه سبز شده، سفید شده و اینها بمانه. شما کجا هستید؟ الان تو آشپزخونه هستین. چی گرفتین دستتون؟ یک لیمو. اینجا دو نوع لیمو داریم. یادتونه میگفتن لیمو شیرازی یا لیموی خارگیر. لیموی خارگیر اون لیموهای زرد درشت بود. اینجا به یکیش میگن لیم، به یکیش میگن لیمون. مهم نیست. مهم اینه که من میخوام به شما ثابت کنم چقدر این مغزتون قدرت داره. نه لیموی در کار هست، نه چیزی، ولی حالا فکرشو بکنید. اون لیمویی که مجازی هست و سوربی داره حرفشو میزنه شما گذاشتید. من خودم الان دهنم آب افتاد. و با چاقو اینو باز میکنید، الان نصفشو بردارید بزنید به زبونتون، ببینید چجوری دهنتون ترش شد. و این قدرت مغزه دوستان. اگر روزی یک لیمو
بتونید بخورید یا تو آب بریزید. نه، این دوست ما آقای رهایی هر جا هست سلامت و خوب باشه. به من میگه که سوربی من سالها سرما نخوردم. دلیلش اینه که مثل نماز که واجبه برای بعضیا، برای من لیمو خوردن واجبه. اون شعر فروغی هاتونه؟ فریدون فروغی میگفت من نمازم تو رو هر روز دیدنت. بعد دوره شاه گفتن آقا استغفرالله توهین کردی به اسلام، اینو عوضش کن. اون بیچاره هم عوضش کردن، گفت من نیازم تو رو هر روز دیدنه. دوستانی که فکر میکنن شاه خیلی پیشرفته بود، چون سوئیس رفته بود خیلی متمدن بود و دموکرات بود و اینها، خلاصه شاه متاسفانه، حتی آقای فیروزی دیروز در برنامه گفت که توی تلویزیون مصاحبه داشته و گوینده اون تلویزیون از ایشون پرسیده خب حالا شما در چه دوره آزادی داشتید؟ این آقای فیروزی گفته ما در دوره رضا شاه و در این مدتی هم در همون حکومت مصدق و اینها به اصطلاح. بعد اون آقا ناراحت شده گفته آقا دوره محمد رضا شاه، گفت آقا دوره محمد رضا شاه که آمد اون به اصطلاح محفل ما رو با کلنگ دست تیمسار بختیار و دست تیمسار خیلی ها کلنگ بدی دست تیمسار و اینا چیز کنه اینا محفل بهایی ها رو خراب کنه. بله، نه لیمو امانی یه چیز دیگه است. لیمو امانی یه لیمویه که خشکه، تقریبا قهوه‌ای رنگ یا مشکی کم رنگه. اون رو مثل انارایی که درست میکردن میگفتن برای حسب خوبه، اونو یه پروسه داره، یه مرحله‌ای داره که اونایی که بلدن، من نمیدونم، اونجوری انجام میدن. اونو مثلا توی خورشت قیمه میندازن، توی قرمه سبزی میندازن و چقدر خوشمزه است، ولی بعضیا دوست ندارن. وقتی خودش میاد زیر دهنشون میگن ترشیش رفته توی این ماجرای خورشت قیمه سبزی و اینا یا قرمه سبزی و تلخیش مونده، چون پوست لیمو تلخه. یه دلیلش هم اینه که توش الکله. شما یه لیمو رو، همون لیمویی که کات کردی، برگرد دوباره برو تو آشپزخونه اینجوری پوستش رو فشار بده، یه کبریت هم بگیر جلوش ببین چجوری این کبریت شعله ور میشه. و اما این الکلیه که داخل اون هست. خیلی ممنون. بریم این نامه ای رو که دوست ما مینا خانم از آلمان برای ترامپ فرستاده با هم بخونیم. نوشته که روزتون بخیر آقای ترامپ، من این جملات رو فقط برای دل خودم مینویسم. میدونم که شما این نوشته رو هرگز نمیخونید، آن هم از زبان یک زن ایرانی در شرایط کنونی روابط ایران و آمریکا. یک سوال از شما داشتم، آیا شما تا به حال به مرگ فکر کرده اید که بعد در چه اتمسفری قرار میگیرید با این همه تصمیمات خصمانه بر علیه انسانیت و دیگر کشورها، و چه پاسخی میتوانید بدهید برای دشمنی با عدالت و دیگران را به نابودی تهدید کردن، در صورتی که زندگی خود شما هم بر روی این زمین خاکی ابدی نیست و باید اینجا را ترک کنید؟ آیا به این لحظه جدایی روحتون از جسمتون فکر کردید که آیا با آرامش اینجا را ترک میکنید یا با هراس و وحشت از کارهای انجام داده و نداده؟ چقدر دلم میخواست جواب حقیقی شما را میدانستم. آنچه که در دل و روحتون پاسخ میدید زندگی کنید و بگذارید زندگی کنم. آقای سوربی، این توییت را من امروز پست کردم به صفحه خودم و در صفحه آقای ترامپ که میدونم هرگز متوجه نخواهد شد ذکر کردم که چنین توییتی را پست کردم. هرچند که این سیاستمداران به این واقعیت ها هرگز نمی اندیشند، اما انسان ها حتی در اون کنج حیات خلوتشون باز هم انسانند و قادر به تفکر، البته در نهان در اون ته وجودشون. اگه وقتتون اجازه داد بخونید این نامه من را، مرسی و با سپاس. ممنون و متشکر. میگن که آقای فلسفی سخنرانی کرد در مورد بهایی و رفتن مکان مقدسشان را تخریب کردن. بله، این را آقای فیروزی هم دیروز گفتن. و دوستان عزیز، ویدیوی برنامه آقای فیروزی رو ببینید. اگر سوالی دارید یا نظری دارید بنویسید، با فیسبوک برای من ارسال کنید یا به وسیله ایمیل یا به وسیله این شماره تلفنی که الان براتون میذارم پیام بذارید تا پیامتون رو پخش کنیم روز دوشنبه و با هم صحبت کنیم. در مورد پیام اجازه بدید من از آقای پرویز بابایان
هم تشکر کنم که ایشون پیغام گذاشتن، هم عذرخواهی کنم که دیروز من اصلا تو برنامه آقای فیروزی یادم رفت پیام ایشون رو پخش کنم و پیام ایشون رو بعد از برنامه برای آقای فیروزی پخش کردم، ولی الان هم پخش میکنم برای بینندگان و به همین آقای باباییان هم که ما خیلی وجوه مشترک داریم، هم از لحاظ کاری هم از لحاظ سختی کشیدن و اینها، براشون میگم که آقای باباییان اینجوری نیست عزیز من، شما هم این تئوری و فلسفه دسیسه رو کنار بذار، والا بلا به همون خدایی که شما باور داری، بنده باور ندارم، به همون طبیعت، به همون زمین زمان، بنده تا 3 آگوست قرار بود در آلمان باشم، بنا به دلایلی کار و اینها برنامه‌ام عوض شد و به جای 16 روز در آلمان بودم من 2 روز در آلمان بودم و کلی هم جریمه دادم، بلیتم عوض کردم اومدم اینجا و آقای فیروزی هم اصلا نمیدونسته که من آلمان هستم اینجا نیستم، آمده دوستانشون و فامیلشون رو ایشون هر سال میان اینجا میبینن، امسال رفت کردن به ما زنگ زدن، اینی که حالا شما پیامش رو من پخش میکنم شما گوش بدید و ببینید این سوربی که میشینه اینجا از صبح تا شب چند نوع افراد مختلف با فکرهای مختلف با سلیقه‌های مختلف تماس میگیرن و ما اینجا حقیقتا میگم نمیدونیم به ساز چه کسی باید برقصیم، اونم وقتی اصلا ما رقاص نیستیم، وقتی از ساز خبر نداریم. ایشون از کانادا تماس گرفته، بفرمایید که پیغامی در حدود 2 دقیقه یعنی 1 دقیقه و 57 ثانیه ایشون صحبت کرده، میگیم که بله بفرمایید. سلام، خوب هستید آقای سوربی؟ پرویز باباییان از رنگلیه هستم. زمین ببین بهتون بگم، من یه چند روزی یه ماهی بود از همون روزی که شما رفتید فیسبوک بند بودم، یعنی بندم کردم بخواب اینکه بایا سیستماتیکلی به من حمله کردن، گزارشم دادن فیسبوک من اینجوری بندم کرده یه ماه. این دفعه 4 که هم اینجوری من از حالا 4 بار یه هر بار یه ماه بند میکنن. راجب به این برنامه آقای فیروزی همون که به حرف اینجا داشتید، من فکر میکنم اینا سیستماتیک به بند بودن من رفت داره، به خاطر همین هم اینا این برنامه رو چیز کردن که من مزاحمشون مزاحم برنامه شما یا گفتگوی ایشون نشم. خواستم همینجور دینا بهتون اطلاع بدم و بهتون بگم خوش آمدید. دیر سریوزم تو برنامه اولتون خواستم یه چند پیغام بذارم براتون، آرزوی سلامت و خوشگذشتن سفرتون براتون میدونم که فیسبوک هم اجازه هیچ گونه کمیونیکیتی با هیچ کسی دیگر رو بهم نمیده، یعنی من حتی اصلا نمیدونم دوستام هم پاک کنم یا خیلی هم اصلا صفحه من رو هک کردن. آره این جالا مرسی. حالا اگه خواستید این رو در برنامه آقای فیروزی که فردا دارید اگه بگیدم واسه من ایرادی نداره، اگه همه خودتون برنامه خودتونه، خواستم بگم که اگه دیدید من نگاه میکنم و چیزی نمیگم فقط به خاطر اینکه بلاکم 8 روز دیگه بلاکم برداشته میشه. مرسی، خیلی ممنون، روز خوبی داشته باشید. خدا ممنونم. ولی همین که شما میگید سیستماتیک اینا عمل کردن، یعنی دارید اون تئوری دسیسه و اینها رو تقویت میکنین و یه عکس بگیرید از اونجایی که فیسبوک به شما گفته شما بند هستید یا تایم آوت هستید 30 روز شما رو، و زندن میگی این مرتبه اولم نبوده، یعنی شما یه چیزایی نوشتین. الان جدیدا من دیدم از کسی راجع به اسرائیل چیزی بنویسه و اینها، گویا دوستان کلیمی قدرتشون زیاده تو فیسبوک، اونم بند میکنن، اونم تایم آوت میذارن اینها. ولی اینی که شما میگید فکر کنم اینها این کارو کردن و سوربی رو از اروپا آوردن اینجا و آقای فیروزی رو از سندیگو آوردن اینجا تا یک برنامه تشکیل بدن و من توش نتونم صحبت کنم، نه عزیز من اینجوری نیست، قربونت برم اینجوری نیست. اگه اینجوری باشه من الان این کارگری که آمد اینجا دید اشتباهیه، رفت خونه اونوری، میگم فکر کنم این آمده بود منو به قتل برسونه چون مثلا آقای باباییان با من دشمن. نکنید این کارو، زندگی رو بر خودتون سخت نکنید.
و زندگی به اندازه کافی مشکل هست، این خیالات بی خود، توهمات بی خود و اینها رو به خودتون راه ندید. اگه اینجوری باشه از دوستان خودتون هم وحشت میکنید، اگه اینجوری باشه از سایه خودتون وحشت میکنید و زندگی بدی میشه. من اصلا فکر نمیکنم همچین چیزی باشه، با وجودی که با بهتون گفتم مثلا همین آقای عطاءالله معینی به من زنگ زد و گفت آقای سربی، این آقای ارشاد یه دفعه راجع به خانم نیلوفر بود که اگه ایشون میخواد برنامه داشته باشه چنین و چنان، بعد راجع به آقای ارشاد بود، گفتم ببین من اون بار فکر کردم شما چون آقای خانم نیلوفر بعضی وقتا عصبانی میشه یه چیزی میگه و فلان اینا، ولی الان دارم میبینم که آقای عطاءالله معینی صاحب و مدیر شرکت جی الویز، شما از آخوندها بدتری، شما از شاه و ساواک بدتری، چون اونها در اون زمان، اونها در اون منطقه در خاورمیانه دارن ظلم میکنن، دیکتاتور هستن، شما در کانادا و آمریکا به منی که تو آمریکا هستم میخوای ظلم کنی. متوجه میشید؟ یه وقت میبینید یه آقایی تو ایران خانمشو میزنه، بچهشو میزنه، اینو ملت میگن دیگه حالا ببخشید دیگه اینجا همه همین وحشی بازی رو در میارن. ولی شما وقتی آمدی آمریکا، شما وقتی آمدی کانادا، اگه یک احمق این کارو بکنی به نظرت خیلی بد میاد. این آقای معینی این کارو کرده و من تنها نبودم و نیستم، متوجه شدم با چند تا از برنامه گذارا، با چند تا از تلویزیون های مختلف این کار کرده و بهشون گفته آقا ما به شما برنامه شما رو مجانی پخش میکنیم. من بهشون گفتم آقا شما برنامه من مجانی پخش نمیکنی، اینجوری نگاه کن که ما برای شما داریم مجانی برنامه درست میکنیم، نه حقوقمون میدی، نه حق بیمه داریم، نه حق پول استودیو میدی، برنامه درست میکنیم، شما داری اینا رو مجانی میگیری. اون بنده خدایی که تو خونه میخواد برنامه سربی رو ببینه، برنامه آقاسی رو ببینه، برنامه فیروزی رو ببینه، برنامه شهرام همایون رو ببینه، اون میاد به تو پول میده. این وسط کی پول ساخته؟ شما. کی باخته؟ ماها. و گفتم آقا برو آقا دنبال کارت، ما اگه میخواستیم زیر زور شاه و شیخ باشیم وضع بهتری داشتیم، حالا اونا رو ول کردیم بیایم اینجا زیر بار شما باشیم، برو آقا دنبال کارت. اینم از آقای لطیف زمانی میگه سلام بر مینا خانم، مرسی از نامه که به ترامپ نوشتن، اما کی ما ایرانی ها یاد میگیریم کمی خودمون رو راهنمایی کنیم و هر کسی مسئول خودش هست. با شما 100% هم عقیده هستم و جالبه که خود مینا خانم گفته که من میدونم که شما آقای ترامپ نمیخونی و اصلا اهل خوندن نیست، حالا چه انگلیسی چه فارسی اینا، ولی ایشون حرف دلش رو زده و میگن. من خیلی وقتا این نامه های سرگشاده رو مسخره میکنم، میگم شما این همه نامه نوشتی آقای مثلا چمن آرا، شما الان پیام پنجمی رو برای چی فرستادی، برای چیه؟ بعضی از این دوستان میگن ما اینا رو فقط میگیم که در تاریخ باقی بمونه که ما اون روز هم اون زمان هم شکایت داشتیم به این عمل، به این مسئله که اتفاق افتاد. خیلی ممنون. و بله این دوستمون سعید این ویدیو رو فرستاده که صدایی از کسی در نیامد و این ویدیو همون ماجرایی که بهتون گفتم نفتکش ایران توسط انگلیس توقیف شد 29 خرداد ماه 1331. بذارید اینم بهتون نشون بدم یه لحظه. بله اینجا یکم بیام عقب‌تر که اون نوشته هم باشه، اینجا میشه و نفتکش ایرانی و این ماجراها 16 به 9. میاییم اینجا کامرای 3 برای شما و ببینید که اینها کار امروز و دیروزشون نیست، اینها 100 سال 200 سال به مردم دنیا ظلم کردن و چون ظلم کردن و حق دیگران رو گرفتن وضع کشورهای خودشون خوب شده. الان اون مردم اگر سر بلند کنن و بگن ما حقمون رو میخوایم، همه چیزا توی اون کشورها گرون میشه و اونا عادت ندارن به اینکه نرخ چیزها رو داده باشن. بشنویم و ببینیم با هم که نفتکش ایران توسط انگلیس توقیف شد. Good shot.
ساده که مصدر شده نخست وزیر، اما مشکلات مالی هست. ایران نمیتونستن بفروشن، دوستا تحریم کرده بودن، در حالی که انگلیس ها به نفت ایران نیاز داشتن. نفت ایران تحریم شده است و دولت دکتر مصدق در تنگناست. بالاخره یک شرکت ایتالیایی راضی می شود که با 25% تخفیف از ایران نفت بخرد. با این حال در ازای نفت سهم ایران پول نیست و قرار است ایتالیایی ها با شکرشان در ازای نفت کام ایران را شیرین کنند. همه چیز رو به راه است. نفتکش ایرانی رزماری با پرچم هندوراس عازم دریا می شود تا 1000 تن نفت را به ایتالیا برساند. در میان آبهای اقیانوس ناگهان همه چیز تغییر میکند. چند روزی از خبری از کشتی نیست و کسی اطلاعی از محل آن ندارد. صبح 29 خرداد 1331 خبری بهداور منتشر میشود. نفتکش ایران توسط انگلیس توقیف شد. عدن مستعمره انگلیس بود. دادگاه عدن نفت کشتی رزماری را به نفع شرکت نفت انگلیس پرستیج پترول مصادره میکنه. هواپیمای جنگل و ناو انگلیسی در مسیر کانال سوئز نفتکش ایران اگر دوستمون سعید لطف کنه این لینک رو روی فیسبوک بذاره که دوستان داشته باشن، و من بعضی از این کارها رو خیلی بلد نیستم انجام بدم. در صورت باز برمیگردیم به این که دوستان میگن که اگر آقای فیروزی وقتی پدر و مادرش از هم جدا شدن به دلیل اینکه پدرش بهائی شده، اگر ایشون با مادرش مونده بود که مسلمان بودن و خانواده مسلمان معتقدی هم بودن، ایشون مسلمان باقی میمون. بله میدونیم، ولی ماجرا اینه که ایشون گفت که مادرشون تصمیم گرفتن که بچه ها رو بدن به پدر، که بلکه پدر از این طریق مجبور بشه برگرده سر خونه و زندگیش و دست از دین بهایی بیاد بکشه، ولی اینجوری نشد و ماجراش هم دیگه شما دیدید و شنیدید. اسم آقای حسن فیروزی رو توی گوگل تایپ کنید و خود شما ببینید، با ایشون بیشتر آشنا باشید و الی آخر. و اما دوستان عزیز، ببینم براتون چی گذاشتم توی این چند دقیقه، 25 دقیقه دیگه من با شما هستم، بعدش آقای لادن هستم. برگردیم به این ماجرای گلو درد و سردرد و چشم درد و قدرت آب نمک. شما حتما شنیدید که بعضیا وقتی گلو درد دارن طرف بهش میگه آقا یک آب نمک رقیق درست کن و قرقره کن. بعضیا اشتباهی میگن قرقره. بابا قرقره مال نخو خیاطی و اینها هست. قرقره به خاطر این صدایی که شما وقتی این آب نمک رو، که اینم چه مهارتی میخواد که تو این محل شما این آب نمک رو نگه داری و با فرستادن هوا باعث بشی که این پایین نره و همون هوا کمک کنه اینجا مثل جکوزی، مثل ویرپور، به اصطلاح تمام قسمت‌های دهان شما پر بشه از آب نمک. حالا اگه یادتون باشه قدیما پدر بزرگا، مادر بزرگا، افراد مسن وقتی نهاری شامی میخوردن، چون نمک و اینها توی نلبکی میآوردن که اینجوری برمیداشتن، نمک پاش و نمک دون و اینا همه جا نبود، این انگشتشون رو میزدن توی نمک و میمالیدن به دندونشون و به دهنشون. دو تا دلیل داشت، یکی دندونشون تمیز میشد، بعد یکی نمکی که میمون توی دهان باعث میشد اگه چیزی اینجا مونده نگنده و بوی دهان بد نشه، چون نمک از گندیدن چیزها هم پیشگیری میکنه. به خاطر همین میگن هرچی بگندد نمکش میزنن، وای به روزی که بگندد نمک. نمک های قلابی اومده تو ایران، برید فیلماشو ببینید، مردم آزمایش میکنن چیه. من نمیدونم اون واقعا بیوجدانی که میشینه توی کار لابراتوار شیمی یه چیزی درست میکنه که مثل نمک شور باشه و اینا، ولی برای مردم مضر باشه، که خود نمک هم میگن ضررهایی داره. بمانه، ما از روزی که از سفر آمدیم یکم این گلو درد میگیره، چشمون درد میگیره و اینها، که فکر میکنم 99% به خاطر هوای داخل هواپیماست، یک 1% هم به خاطر هوای موجود اینجا. و خلاصه ما گفتیم اولا این آب نمک رو قرقره کنیم یکم گلومون بهتر بشه. امروز صبح که اصلا نمیتونستم حرف بزنم، ولی الان خوب شده. من بعضی وقتا به دوستان زنگ میزنم صحبت میکنم میگه خواب بودی، یا اونا زنگ میزنم میگه خواب بودی، میگم نه بابا من صدام کلن اینجوریه. در صورت یادتون باشه از این آب نمک
رقیق غافل نشید. خیلی جالبه برای شستن چشمتون، برای شستن یا تمیز کردن گلو و اینها، حتی برای سینوس، برای بینی و سینوس و اینها میگن خوبه. اینم از این ماجرا. و هی نگید ما از تلویزیون مردم چیزی یاد نگرفتیم. سوربی برو نگاه کن، ما از اونها یاد گرفتیم چه جوری جنبش کنیم از راه دور. بشینیم اینجا ریموت کنترل بزنیم، آبجوم هم دستمون باشه، بگیم برو پاسارگادو بگی. دیدی رفتن پاسارگاد خب چطور شد؟ دیدی آقا رفتن سر قبر شاه؟ آره بابا، یه مش پیرمرد پیرزنی میرن اونجا با هم لاس میزنن. او یادش میاد آ یادم بود دبیرستان با این بودم، کاش که رفتم با این ازدواج کردم، اسیر این افریته نمیشدم فلان اینا. بلند میشن میرن اونجا با هم لاس میزنن، بلند میشن میان نیویورک با هم لاس میزنن، کار انجام نمیدن. چی کار میکنن؟ کدومشون برنامه گذاشتن آقا سه هفته دیگه ما بریم اینقدر کیف و کفش و کلا بخریم، بچهای یه ماه دیگه میخوان باز برگردن مدرسه، بدیم به بچهای مدرسه و بهشون بگیم آقا اینو بگید نمیدونم رضا شاه روحت شاد. تصادفی اتفاق افتاد، ملتی اومدن و بعدم تازه گفتن اینو سپاه پاسداران انداخته رضا شاه روحت شاد. ببینید هر کی هر زد شناسایی کنن، فیلم بگیرن، عکس بگیرن با همون دوربینایی که خانم گنجی فرستاده بود. این رکسانا گنجی از دختر عقب افتاده آقای دکتر منوچهر گنجی میگو ما یه دوربینای تایید کردیم فرستادیم. یه روزا شما $3 بده رو ایبی دوربین برات میفرسته که اینجا میذارید توی جیبت، با هر کی مصاحبه میکنی میبینی. برو عینک بخر که عینکه این $30 اینجاش دوربین داره ضبط میکنه. اون وقت این فکر میکرد شق قمر کرده فلان قول رو شکنده. ما یه دوربینای فرستادیم ایران، اینا ایرانو فیلم بگیرن بیان. خب فیلم میگیرن میان، این بیچاره از این ور خیابون فیلم میگیره اونو نشون میده، شما احمق هم تو تلویزیونت نشون میدی، پاسدارم نشسته اونجا بیکار داره حقوق میگیره، اینا رو شناسایی میکنه میره دنبالشون. کجاست؟ خونه فلانیه، این کوچه‌شه. میره اونجا با 4 نفر صحبت میکنه، میگه اگه اینا رو لو بدی ما شما رو کاری نداریم. اونا هم دیگه رو لو میده. چه کردید شما؟ هیچ. ولی تو این تلویزیون حداقل یاد گرفتی آقا امروز اگه گلوت درد میکنه برو آب نمک غرغره کن. بله. آقای لطیف زمانی میگه ما ایرانی ها خودمونو به خواب خرگوشی زدیم، منتظریم برای چیزی مفت، برای چیزی مفتم میپریم از خواب. خیلی خوشحالم که آقای لطیف زمانی هم مثل من میگه ما، چون دیدیم تو تلویزیون های دیگه همش به مردم پرخاش میکنن میگن شما یا میگن ایرانی ها. دیدید آقای کاووسی مثلا میگه ایرانی ها، انگار خودش ایرانی نیست، از کره ما اومده. ولی من میگم کارمون خیلی خرابه. اونا که یکم فارسی بلدن میدونن کاریمون، کارمون دوم شخص جمع میشه یا اول شخص میشه، ما شما ایشان، اول شخص جمع میشه، کار ما خراب میشه کارمون خیلی خرابه. زبان فارسی رو رها کنیم بریم سراغ این. و اینکه آقای اردوغان آمریکا را به فسخ معامله بوئینگ تهدید کرد. آمریکا بهش گفته بود ما جت 35 چه F-35 یا F-35 رو بهت نمیدیم چون رفتی این اسلحه‌های روسی خریدی. اردوغان هم میگه خب شما میخواین این جتا رو نفروشین، ما هواپیمای بوئینگ رو هم نمیخریم. اردوغان جلو اینا وایساده. ضمناً این بوریس جانسون که الان انتخاب شده و انتخابات انگلستان هم با مشکلی شده، اردوغان یکم خوشحاله چون این بابا بزرگش از همون عثمانیان بوده و یه جورایی میگن این آقا حتی ختنه هم شده و قراره به اصطلاح به زودی این آقای بوریس جانسون تنبونشو بکشه پایین و ما ببینیم تایید کنیم که مسلمون هست یا نیست. و اما اینو دوچه وله نوشته، اجازه بدین براتون بخونم که اردوغان آمریکا را به فسخ معامله بوئینگ تهدید کرد. رئیس جمهور ترکیه در واکنش به کنار گذاشته شدن کشورش از پروژه ساخت جنگنده‌های F-35 واشنگتن را به لغو سفارش بوئینگ تهدید کرد. طرفین توافقنامه خرید 100 فروند بوئینگ را به تازگی امضا کرده‌اند. اینم آقای اردوغان. و یه جایی هم عکسش هست که با بوریس جانسون داره دست میده. البته بعض وقتا اینا مال گذشته است، مال سمینارا، مال میتینگایی که قبلا داشتن، ولی الان چون این انتخاب شده آمده و اونها رو ما اگه برسیم بهش به شما نشون میدیم.
و اما متحد مرکل به جانسون، اینو من نمیفهمم متحد مرکل به جانسون یعنی چی، با سخنرانی و قلدری نمیتوانی حرفت را پیش ببری. این رو باز کنیم بخونیم ببینیم چیه. خانم مرکل هم مثل که الان دیگه کاره ای نیست، اونم باید بره. ولی این نوشته من بهتون نشون میدم، من فارسیم واقعا خراب بوده، خرابتر شده، ولی شما به من بگید که ما اینا رو چجوری باید بخونیم. و خیلی بده که مثلا اینو یورو نیوز نوشته ولی اینجوری می‌نویسه که من و شما حالا باید مشکل خوندن داشته باشیم. متحد مرکل به جانسون گفت با سخنرانی و قلدری نمیتوانی حرفت را پیش ببری. اینجا هم نوشته میبینید بو تو بوریس، بو یعنی همون هو کردن و اینا. بوریس جانسون از ابتدای ورودش به ساختمان نخست وزیری بریتانیا، دوستان این ساختمان رو برید ببینید، سوار اتوبوس که هستید، پیاده که هستید، رد میشید، اونجا میگن این خونه نخست وزیری، حالا همون خونه پادشاهشون هم وسط شهره، حالا البته اینا همیشه اونجا نباشن و جاهای دیگه باشن بمانند، ولی یه جورایی اینا همین رابطه و ارتباطشون رو با مردم نگه داشتن برای که از مردم دور نیستن که بگی آقا اون کاخش میبینی اون بالای کوه کاخشه، نه همینجا نمیدونم این کاخ چی همه، اون یکی نمیدونم کاخ فلانه، همش نزدیک همه، اون یکی هم خونه نخست وزیره که چی ناتینگهام ده، شمارش هم ده. بوریس جانسون از ابتدای ورودش به ساختمان نخست وزیری بریتانیا به دلیل مواضعش در برابر برگزیت، برگزیت همون خروج بریتانیا از به اصطلاح ایالات متحده اروپا هست، هدف انتقاد یا کشورهای متحده اروپا هست، هدف انتقاد سیاستمداران اروپایی قرار گرفته است. از زمان به قدرت رسیدن آقای جانسون قدرت‌های اروپایی در موقعیت‌های مختلف از او خواستند تا تمدید مهلت تعیین شده برای خروج کشورش از اتحادیه اروپا را فراموش کند و به توافق به دست آمده با نخست وزیر پیشین پایبند باشد. نوربرت روتخن یکی از قانونگذاران آلمانی و از متحدان نزدیک آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور روز پنجشنبه در پیامی تهدیدگونه به بوریس جانسون تأکید کرد که اتحادیه اروپا بر سر اصول و ارزش‌های سازش و مصالحه نخواهد کرد. تو خبرها آمده بود که این آقای جانسون از به اصطلاح رهبر حزب کارگر ایراد گرفته که این رهبر حزب کارگر به جای اینکه با آمریکا باشه با ایران هست، سر همین ماجرای کشتی ایران رو گرفتن و اون ایران کشتی اینا رو گرفته و اینا، و ایشون میگه دلیلش این هست که اون آقا از چیه این پلاستیویه چیه از اونها به اصطلاح پول گرفته و باهاشون مصاحبه میکنه. یه جایی خوندم که همین موقعی که داشته اینو میگفته گویا پدر جانسون هنوز زنده است و تو این کارهای چیز هست، گویا همون پلاستیوی یا هرچی اسمش مال ایران با پدرش داشته مصاحبه میکرده، ولی خبرها میگن مثلا این به جای این که بنویسه متحد مرکل، خب اسمش رو باید بنویسه، اسم همین آقای نوربرت روتخن رو باید بنویسه، بعد بنویسه متحد یا همفکر مثلا مرکل. در اصل نمیدونم شباهت کرد با این نوشته ها، احتمالا اینجوریه، تیتر رو میبینیم نمیفهمیم، میریم متن رو میخونیم که تیتر رو بفهمیم، اون وقتا تیتر رو مینوشتن که شما جلب بشی، جذب بشی، بری مقاله رو بخونی. الان میری مقاله رو میخونی که بفهمی تیتر چی نوشته. یه دوستی از شیرازی هم هست، یه آقای جوونی هست، علی بروکس، و ویدیوهای خوبی میسازه. و این یه جایی دیدم که نمیدونم حالا ایشون بود یا یکی دیگه، فکر کنم خودش بود، در رابطه با تجاوز در زندانهای ایران صحبت میکنه، بعد اومده متن رو نوشته تجاوز در زندانهای ایران، با زندانیه که صحبت میکنه زندانیه میگه اصلا امکان تجاوز نیست چون چراغ روشن فلان اینا. خب البته همه میدونن کس بخواد تجاوز کنه که نمیاد جلو دیگران، موقعی که طرف میبره بازجویی یا میبره یه جایی که تنها باشه. بالاخره این متن نوشتن و یه جوری میشه گفت دروغ گفتن رایج شده و کار بسیار زشتیه که یه متنی رو اینجوری می‌نویسن که 4 تا 10 تا 1000 تا بیننده بیشتر جمع بشه.
بله، اتهام مرکل، نه خب نمیفهم اتهام مرکل یعنی چی، اینجا نوشته متحد مرکل، اینا ها دیگه نوشته متحد مرکل، اذیت نکنم این فارسی، حالا ما گفتیم فارسی اون بعد شما سو استفاده میکنی فعلا، اتهام مرکل یعنی چی، این ها بذار من این گوشه رو بهت نشون بدم، select area، اینجا نوشته آلمان ولی این بزرگ نوشته متحد مرکل، خب پایینش هم که بعد توضیح داده بود اسم اون آقا، اصلا صحبتی از اتهام نیست، شما اتهام از کجا آوردی من نمیدونم، البته کم کم داره باورم میشه که شما یه قدرت ماوراء فیزیک داری، همینجوری که تشخیص میدی این آقای کریمی حالش خوبه، این سوربی احتیاج به وکیشن داره و ما باید دست به دامن شما بشیم یه برنامه بذاری در تلویزیون، به خواهرت گفتم بیاد یه برنامه بذاره، حالا اونو باید بگیم ول کن، شما بی خود رفتی این همه درس خوندی مدرک گرفتی، این داداشت یه نیروی داره که این چیزا حالا بعد زنگ میزنه گله میکنه. خب کیم جونگ اون گفت که آزمایش موشکی هشداری جدی به کره جنوبی بود، این کسیه که با قلدری جلو ترامپ وایساد و ترامپ مثل موش دیدید میزنیم میکشیم، اگه بزنیم کره را همچین میزنیم که نابود بشه و اینها، ولی هی رفت موسموس کرد، حالا این جوان 35 ساله دیکتاتور، 37 ساله دیکتاتور داره چیکار میکنه، چنگ و دندون نشون میده و دنیا رو یه مقداری داره به مخاطره میندازه، ژاپن و کره جنوبی و اینها الان در وحشت زندگی میکنن که هر لحظه من این ممکنه کبریت رو بزنه، آخه بمب اتمی که ما ایرانی داریم کبریتیه، کبریت رو بزنه و بمب اتم رو بفرسه بالا، اینم از این ماجرا. و اما خبر بعدی میگه ایران 9 خدمه هندی نفتکش اماراتی را، اماراتی ریاه را آزاد کرد. من اصلا کاری به این خبر ندارم، من فقط میخوام ببینم برای اینا هم کت شلوار خرید، به اینا هم پسته داد، به اینا هم فرش و قالیچه داد یا نه، یا تو رو چند سال پیش یه مشتی از این به اصطلاح دریا چیز میگن، دریا نورد نه، از این خدمه‌های نیروی دریایی انگلستان رو گرفته بود بعد بهشون کت شلوار داده بود و خود آقای احمدی نژاد رفته بود ازشون دلجویی کرده بود و اینها، ببینیم این چجوریه. و اما کشف استخوان 400 کیلوگرمی یک دایناسور در فرانسه، اینو فکر کنم همون یورونیوز گفته، بله بذار ببینم، بله یورونیوز گفته. و میایم پایین‌تر، حمله ترامپ به نخست وزیر سوئد بر سر یک خواننده رپ راکی را آزاد کنید، یه خواننده رپی هست اسمش هم گذاشته ایسپ ولی به جای ای از سون از پاسیبل اون اس رو علامت دلار گذاشته، و ترامپ چون خراب کرده الان داره افرادی رو که حتی اونایی که کم سوادن بی سوادن دنبال این هستن بدون هیچ پرسش و منطق و اینها، اونا رو هم داره یکی یکی از دست میده، دنبال اینی که یه عده رو به دست بیاره، حالا میخواد چه کار کنه؟ یک خواننده ای رفته توی سوئد تو خیابون دعوا کرده و سوئد گرفتتش، این آمد و اول گفت که من زنگ زدم به نخست وزیر سوئد چقدر آدم خوبیه، ما با هم دوستیم و گفتم اینو آزاد کن، نخست وزیر سوئد بهش گفته احمق من قدرت اجرایی هستم، من قدرت قضایی نیستم و مثل توی احمق دخالت نمی کنم توی قدرت قضایی و مقننه و فلان اینها، حالا این شروع کرده به اون حمله میکنه، کسی رو که تا دیروز میگفت چه آدم نایسیه خوبیه، برای که این مرده مثلا 10 میلیون، این خواننده 10 میلیون طرفدار داره و وقتی این آزاد بشه میاد به اون 10 میلیون میگه هر کی میخواد رای بده بره به ترامپ رای بده. ببینید اصلا سیاست وقتی میگن پدر مادر نداره برای همینه، اینم از این. و بله، ویدیوی زنجیره انسانی معترضان در برابر خودروی بروس جانسون. اولا من 2-3 روزه میخوام راجع به هنگ کنگ صحبت کنم که رسیدیم به تظاهرات همین پورتوریکو که یک ایالت نشده متاسفانه ولی یه جورای جزو آمریکا هست، و دیدیم که اینها اون فرماندارشون که به اصطلاح اختلاس کرده، دزدی کرده
اینها ناراحت شدن آمدن تو خیابون‌ها نشستن. همین کاری که این سربی نادان میگه، میگه آقا هی نگو برو پاسارگاد گل بنداز، میگه اگر طرفدار داری بگو بیان بشینین تو خیابون. آقا بشین تو خیابون زند و داریوش، این چهارراه زند رو ببند. حالا احتمالا اونا که شیراز هستن میگن آقا دیگه چهارراه زند فایده نداره، مثلا باید بیاد قصر و دشت و ملا صدرا و اینا. من منظورم فقط اینه که اونجا مرکز شهر بود اون موقع، اینا رو ببند، ترافیک رو مختل کن. و وقتی همه بشینن تو خیابون که آقا همه رو که نمیتونن بکشن که. الان من یه عکس رو به شما نشون میدم، ببینید چند نفر اومدن و یک جاده به این بزرگی رو اینجوری بستن. اون وقت این تلویزیونایی که میگن ما بیننده داریم، ما طرفدار داریم در ایران، یکی ازشون بپرسه آخه ببخشیدا چرا دروغ میگین و چرا بهشون نمیگین؟ نگاه کنی ببینید چند نفر، من براتون میشمارم. 1 2 3 4 5 نه اینم نیست، این عکاس داره عکس میگیره. اینا لباس قرمز پوشیدن. 1 2 3 4 5 6 7 نفر انقدر کم هستن که دیگه این آخری ها گشاد گشاد مجبور شدن وایسن، ولی خیابون رو بستن. ویدیوی زنجیره انسانی معترضان در برابر خودروی بوریس جانسون. اینجوری باید عمل کنی و الا آقای شهرام همایون بلند شه 10 تا کورکچل حقوق بگیره، بازنشستگی آمریکا رو با هواپیما ببره مصر، بعدم از مصر میخوان برن آلمان، نمیدونم اینجا روز مرگ شاه بوده، اینجا روز تولد شاه هست. خب رفتین خوردین آمدین، ببخشید اون وقتا مادر بزرگ ما به ما میگه این هنر نیست که هی بریم بخورین و توالت رو پر کنین. اینم هم همینه، رفتیم آمدیم. آقا چه جمعیت عظیمی آمده بود، چند نفر بودین؟ 3 تا اتوبوس. آقا اتوبوس های اینجا 3 تا 50 نفر هم که بگیرن میشه 150 نفر. خب چی کار کردین؟ حالا رفتین اونجا فاتحه خوندین؟ تازه بعد 40 سال کار شما شده فاتحه خوندن؟ خب پول رو میدادید آخوند براتون فاتحه میخوند. بله، آقای خوشنودی میگه که هموطنان وقت تجمع چند هزار نفری که داشته باشن خسته میشن، میرن خونه یا 2 تا پاسدار ببینن در میرن. خدا پدر و مادرتو بیامرزه. پدر ایشون هم یکی از زحمتکشای شیراز بوده یا هنوزم هست. در صورت دوستان عزیز، ساعت 2:55 است. اجازه بدید که ما این اسکایپ رو روشن کنیم و آماده باشیم تا با آقای امیر حسین لادن صحبت کنیم. من به ایشون گفتم شما یه زحمتی بکش، قرار بود درباره یک مقاله صحبت کنیم، اون هم عدم موفقیت مخالفان رژیمه. من دیدم یه مقاله دیگه هم ایشون نوشته، اون مقاله هم جالبه، بذارید براتون بخونم. گفتم اگه شما لطف کنید امروز درباره این دوتا تاپیک صحبت کنید تا بنده هم یک استراحتی بگیرم و این گلوی ما یه دفعه چیز نشه. الان ناکداون شدیم، اون موقع دیگه ضربه فنی یا ناک آوت نشه. حالا بذارید من این مقاله رو برای شما پیدا کنم و بخونم. هر دو مقاله در صفحه گویا هست و این مقاله در رابطه با دروغ‌های پشتیبانان سلطنت به ویژه خانواده پهلوی است که با بلندگوی‌های خود مانند تلویزیون من و تو، تلویزیون اینترنشنال، رادیو فردا، صدای آمریکا و و تلاش هستند، در تلاش هستند که گنجشک را رنگ کنند و به جای قناری بفروشند. اینم دو تا مقاله ایشون و من این مقاله ها رو براتون اینجا لینکش رو میذارم وقتی که آقای لادن مشغول صحبت کردن هستن. یکیش هست عدم موفقیت مخالفان رژیم و دنباله این جمله این است که آیا راه نجاتی وجود دارد. دومیش این هست که به اصطلاح جعل حقایق و تحریف تاریخ شاه و حزب رستاخیز انقلاب، و ایشون هم با ما خواهند بود تا چند دقیقه دیگر. و اما اسکایپ رو روشن کنیم، امیدواریم اسکایپ هم در حال آپدیت کردن یا بروز کردن خودش نباشه. دیدید هر وقت یه برنامه رو احتیاج دارید همون موقع اونم تنگش میگیره، میخواد خودش رو بروز کنه و اینها.
خب خداییشم میگه آقا وقتی شما من احتیاج نداری من باز نمی کنی، به من سر نمی زنی، من چجوری خودم رو بروز کنم؟ خیلی از این ستینگا یا پرفرنس ها یا گزینه ها هست که شما میتونی اجازه رو بدید دست اونها و بگید هر وقت خودش خواست این کار رو انجام بده. پیشنهاد میکنم این کار رو نکنید، چون وقتی اون گزینه رو بذارید رو اتوماتیک، اینها مثلا میاد ویندوز رو آپدیت میکنه، بعد گوگل سرچ شما یا موتور انجین جستجوی شما رو میکنه مثلا بینگ به جای گوگل، یا یکی دیگهش هست میاد میکنه یاهو، یا یکی دیگهش میاد میکنه ask.com، که من از هیچ کنم از اینها به اندازه گوگل راضی نیستم، ولی سلیقه ها مختلفه. شما ممکنه بینگ رو دوست داشته باشین، اون یکی ask.com رو دوست داشته باشه، و حسن کشورهای آزاد همینه، به شما انتخابای گزینه های مختلفی میدن، شما هستی که انتخاب میکنی با کدومش باشی، کدومش رو استفاده کنی و کدومش رو استفاده نکنی. این هم از این ماجرا. باشید با ما تا بریم سراغ آقای امیر حسین لادن و خانم سوسن ولایت هم چندین پیغام گذاشتن که نمیدونم اینها برای پخش هست یا نه. این هم یک چیزی هست که من به دوستان گفتم وقتی پیغام میذارید اول پیامتون بگید که این برای خود من هست یا برای بینندگان هست، چون بعض وقتا یه چیزایی رو میگن ما تا آخرش گوش میکنیم، اون آخر میگه ضمناً اینو برای دیگران پخش نکنید، من نمیخوام صدام پخش بشه، نمیخوام صدامو بشناسن. اولش باید بگید نه آخرش. حالا به همین خاطر ما اینا رو پخش نمی‌کنیم، حدود 2 دقیقه و 2 دقیقه و 2 دقیقه و 6 دقیقه و 1 دقیقه 7 دقیقه است، بذارید که بعد از برنامه گوش کنیم و به احتمال 99% دوشنبه هم برنامه سربی با مردم رو داریم و هم برنامه آقای حسن فیروزی که درباره تصمیمات و برنامه‌های آینده‌شون با شما صحبت می‌کنن. ولی امروز جمعه است و خوشحالم که با آقای امیر حسین لادن باشیم. بریم سراغ ایشون، آقای امیر حسین لادن، و ببینیم که ارتباط برقرار می شود یا نه. خب نمیدونم بوق می زنه. من اینو قطع میکنم، امیدوارم ایشون تماس بگیره. این روزا خیلی مشکل شده. چند روز پیش هر کی به من زنگ میزد 3 تا تلفن اینجا زنگ میزد، تلفن خودم، آیپدم اونجا و اینا، اصلا آیپد ما روش تلفنی نیست. این ماجرای گوگل وایس و دستگاه‌های برنامه‌های مجانی که نمیدونم اون یکی واتساپه، اون یکی ویه، اون یکی میه، نمیدونم اینا، اینا گاهی وقتا اصلا ما رو کلافه میکنن و الان دیگه نمیدونی با دوستت چجوری تماس بگیری. شما رو اسکایپ زنگ میزنی، اون دنبالت تو فیسبوک میگرده، شما میری رو فیسبوک، اون دنبالت رو مسنجر داره میگرده، و خیلی بد شده. من فکر کنم به یه روزی میرسیم که هر کدومون مثل سوربی که میگه آقا من اینستاگرام نمیخوام، تلگرام نمیخوام، همین فیسبوک برای من بسه، به اصطلاح خودمون رو راحت کنیم و رها کنیم از این مشکلی که درست شد. خب میگه که ایشون اویلیبل نیست، شماره تلفن ایشون رو داده. من حالا یه بار دیگه تماس میگیرم، امیدوارم، چون قبلا گفته بودیم که قبل از برنامه اینترنت و اینا رو خاموش روشن کنن. شما اینو یادتون باشه، هر وقت میخواین تماس بگیرید به یه نفر که مطمئن باشه، سعی کنید قبلش 1 ساعت 2 ساعت قبلش اینترنتتون که مودم هست و راوتر، اون رو خاموش کنید، بعد از چند ثانیه، بعد از چند دقیقه روشن کنید، کامپیوترتون رو خاموش روشن کنید. احتمالاً این مثل لیف و صابونه، و اما صحبت از لیف و صابون شد، شما صابون زیتون هیچ وقت
استفاده کردید. یادم سالها پیش ما یه بار خریدیم دیدیم این چیه، خب صابون میزنی بعدم از اون ور چربت میکنه، تو صابون میزنی که چربیای بدنت پاک بشه. حالا یه دفعه چون ترکیه بودیم باز یکی از این چند تا از این صابونا رو خریدیم و یاد صابونای شیراز میافتیم، ایران میافتیم، صابونای زشت کج موجی بود درست میکردن و این بله میگه ایشون اویلیبل نیست. امیدواریم که اتفاق بدی نیفتاده باشه و فقط ماجرا همین باشه، مثلا ما اینجا زنگ میزنیم به تلفنشون وصل میشه یا ما اینجا زنگ میزنیم به لپتاپشون وصل میشه و این ماجرا. خلاصه امروز ما این چیزامونو بالاخره واز کردیم، اینها با اون صابون دوش گرفتیم و دیدیم اه حالا ما خواهیم صحبت از نمک کنیم، اون صابونم چقدر نمک داخلش بود و اونجور هم که قبلا صابون زیتون استفاده کرده بودیم این چرب نبود و به نظر من خیلی خوب بود. آدم فکر میکرد که رفته تو آب دریا. شما میری استخ میای تازه باید بری دوش بگیری، ولی تو آب دریا میری و میای بعضیا میگن دوش نگیرید همون موقع، بذارید این آب نمک روی شما باشه. اینی که میبینید مثلا سربی خیلی با نمکه برای اینکه توی دریا، واسه چند تا دریا رو من رفتم، وقتی شما میرید ترکیه چند تا دریا رو میبینید؟ دریای اژه میگفتن، دریای سیاه رو میبینید، دریای مدیترانه رو میبینید، 3 تا یا 4 تا دریا اونجا هست. اینم از ماجرای ترکیه و اینها. پدر پلیز لیت اس نو میستر لاینن ایز اور لایک ویچ گروپ. نو میستر لادن ایز، نمیدونم شما این همه آقای لادن صحبت کرده از من میپرسین مستر لادن چیه و چه گروهی رو دوست داره. اون چیزی رو که من مسلم میدونم ایشون طرفدار سلطنت و دنبال رو پهلوی و اینها نیست. من فکر میکنم ایشون دنبال یک حکومت جمهوری سکولار هست. حالا چه گروهی این رو پیشنهاد میکنه و ایشون چه گروهی رو به اصطلاح قبول داره که به من و شما پیشنهاد کنه من نمیدونم، چون بعضی وقتا اینجوریه آدم میگه خب من که وقت نداشتم تحقیق کنم، ایشون بالاخره محقق مطالعه میکنه اینها، بعد شما میگید که اگر ایشون یه نفر رو انتخاب کنه من هم میرم اونو انتخاب میکنم. نمیخوام بگیم مثل فتوا و مثل چی میگن اینایی که دنبال یه آخوند میرن، میگن هر کاری اون آخونده کرد ما میکنیم، ولی داشتن راهنما و اینا هیچ اشکال نداره. شما میای یه جایی ناوارد هستی، فامیلتون میگه که شما نگران نباش من میرم جلو شما دنبال من بیا. دنبال این رفتن دلیلی نداره که شما تو زندگیت عقب افتاده هستی دنبال این میری. بابا این راه رفته، بلده، دست اندازه‌هاش بلده، خیابوناش رو میدونه کجا سرعت بره کجا کم بره و مشکلی نیست. بالاخره بعضی وقتا دنبال این رو من بعض همین راجع به این 14 نفری که نامه نوشتن گفتم با آقای چمنارا، گفتم ایداد بیداد یه 14 نفر دومم پیدا شد، گفت بله، گفتم خب این 14 نفر اول، 14 نفر دوم اگه فکر میکنن کار اونها درست بوده چرا با اونها نپیوستن که اقلا بشن 28 نفر. خب اینم از این. بذارید ببینیم آقای لادن کجایی؟ بله 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 آقای لادن سلام به شما، یکم نگران شده بودیم، خوشحالم که هستید. اجازه بدید من تصویر شما رو بدم به این کامپیوتر. خوشحالم که آقای لادن اینجا بوده، سیستم ما رو از نزدیک دیده و میدونه من وقتی میگم مثلا تصویر شما رو به کامپیوتر بدم و اینها انگار که اینجا نشستن. و خیلی جالب آقای فیروزی هم وقتی دیروز اینجا بودن گفتن اصلا این بودن در تلویزیون استودیو با شما و اینها یه احساس دیگه ای داره. البته وقتی تصویر و صدا خوب باشه مثل این صدا و تصویری که آقای لادن به ما میده ما مشکلی نداریم و حضور ایشون رو اینجا حس میکنیم. آقای لادن سلام به شما، خیلی ممنون که با ما هستید. من به دوستان گفتم که این گلو درد ما و شما ماجرای این که پدر آقای لادن داروساز بودن و ایشون میگه که پدر من با وجودی که طب جدید و اینا میدونستن ولی به این ارزش و قدرت آب نمک هم باور داشتن، ایشون هم به اصطلاح
پیشنهاد میکرده که استفاده کنید. باور کنید من اگر صدام در میاد به خاطر این که صبح تالا دو سه بار آب نمک رقیق دوستان پیشنهاد میکنم رقیق، چون اگه غلیظ باشه اذیت میشه. غرغره کنید و خوب میشه. من دیگه ساکت میشم. آقای لادن خیلی خوش آمدید، این شما و این دوستان. من دو مقاله شما را هم روی فیسبوک قرار میدم، تیترش را هم برای دوستان گفتم که اولیش عدم موفقیت مخالفان رژیم و چه باید کرد هست، دومیش به اصطلاح این شایعه و خبرهای دروغ و به صورت پروپاگاندا پخش کردن. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، بفرمایید با شما هست. سپاسگزارم، درود بر شما و بر بینندگانتون. متاسفم که گلودرد دارین و آب نمک واقعا کمک میکنه. پدرم حتی باور داشت که هر روز صبح به صبح اگه دهانتون رو با آب نمک بشورین هم دندونها سالم تره و هم دهان. تیتر یا عنوان اون نوشته اول که هفته پیش منتشر شد، عدم موفقیت مخالفان رژیم و اینکه آیا راه نجاتی وجود دارد یا نه. این میدونیم که 40 سال ما اپوزیسیون و مخالفان رژیم رو داریم ولی رژیم فقاهتی برقراره و این نشون میده که ما موفق نبودیم، ناکام بودیم. من میخواستم یه مروری بکنیم ببینیم که چرا، چه چیزایی، چه عواملی، واقعیت چیه. اولا که همه میدونیم که میهنمون تحت زیر یوغ یک دونه حکومت تمامیخواه فاسد خدا سالها. میدونیم که عده‌ای از هم‌میهنانمون در پیله کمدانی و مغومات یعنی خرافات گرفتار هستن و بالاخره میدونیم که مخالفان رژیم نتونستن و قادر نبودن که یک سازمان همگام منسجم برای مقابله و مبارزه با رژیم فقاهتی به وجود بیارن. خب ببینیم که با در نظر گرفتن این واقعیت ها آیا راه نجاتی وجود داره؟ این اصل اون اسنس یا اون کپسول اون نوشته است. من میخوام ببینم با هم یه مرور بکنیم که چه عواملی باعث شکست و ناکامی اپوزیسیون بوده. میبینیم که میشه تقریبا اینا رو به سه دسته تقسیم کرد. دست اون گروه اول کسانی هستن که فرقه‌گرا، یک بعدی‌گرا و همه چیز براشون مطلقه، سیاه و سفید. گروه دوم در اپوزیسیون داریم صحبت میکنیم، کسانی هستن که جنگ طلبن و وابسته به بیگانن که دوچار ضعف شخصیت و حقارت هستن، چون ضعف شخصیت و حقارت شما رو وادار میکنه که همیشه باید نیازمند به دیگران باشی، مثل بچه که تازه به دنیا آمده هیچ کاری نمیتونه خودش بکنه. و این سه گروه باعث بودن که یعنی سدی بودن جلوی انسجام و یک پارچگی اپوزیسیون. این دو تا گروهش بود. گروه سومش، معذرت میخوام اونو هنوز بیان نکردم، حضور شخصیت‌های خودشیفته و جاه طلبه. این کسانی که این خودشیفتگی و جاه طلبی مثل خوده سرطانی جامعه ایرانی رو در بر گرفته و اشخاصی که مطلقگرای بودی هستن و اون شخصیت هایی که مانند هم شخصیت هایی که خودشیفته و جاه طلب هستن، این دوتا زائیده اون پدیده منافع شخصی هستن و اینی که باید مطرح باشن و اینا نتیجه حکومت های دیکتاتوری و خدا سالاره که میهنمونو فرهنگمونو تضعیف کرده. در این چارچوب من خواستم اینو یک بازبینی کنم که چی شده، چطور شده که ما اینطوری شدیم. و اگر میخوام یک نوتی رو ببینم که با تون در میون بذارم،
میبینیم که ما با این که در اپوزیسیون اکثرش در کشورهای غربی، یعنی کشورهایی که دموکراسی هست، زندگی میکنن، ولی هنوز در همون ناتوانی و ضعف کشورهای که فرهنگ سنتی و پوسیده دارن گرفتار هستن. یعنی زندگی کردن در غرب در یک جامعه آزاد عدالتمند تأثیری نکرده و تغییری درشون نداده، یعنی چیز نیاموختن و هنوز در اون باطلاق تهمت و پرونده سازی و سمپاشی و پشت هم دیگه حرف زدن وول میخورن و نفس نفس میزنن. اینجور اشخاص زنده بودنشون نه تأثیر مثبتی روی محیطشون داره، نه نقشی در مبارزه با حکومت اسلامی. یعنی یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت اپوزیسیون طی 4 دهه گذشته در نتیجه و همچنین بقای رژیم فقاهتی وجود و شیوع این بیماران روانی بوده که اینا متاسفانه پیروزیشون رو در شکست و ناکامی و تضعیف دیگران میبینن و خوربار افتادن به جون اون بخش از اپوزیسیون که داره با عشق و سالم تلاش میکنه. میبینیم که اپوزیسیون مرتب تلاش کرده که عده‌ای رو جمع کنه و اون شعار این که هممون گرد حد اقلیت‌های مشترک با هم متحد بشیم، یعنی به جای کبوتر با کبوتر باز با باز میخوان اون افکار متفاوت و متضاد و شخصیت‌های نامتناجز و ناسازگار رو به امید کسرتگرایی دور هم جمع کنن. خب ببینید این نتیجهش همین بوده که میبینیم، برای اینکه نمیشه این داستان همه با هم یک اتحاد فراگیر، یک فریبه، امکان ناپذیره. چون میبینیم که برای مثال شما اگر میخواین جمهوری خواه و سلطنت طلب و با همدیگه در یک جمع داشته باشین به خاطر کثرت‌گرایی، امکان پذیر نیست. یکیش حکومت مردمه، یکیش حکومت شاه. پس بنابراین تضاد هست. برای همینه که اینها به نتیجه نمیرسن، با ناکامی و شکست روبرو میشن. برعکس باید پیروزی، یعنی از دید من پیروزی در اتحاد هماندیشانه، نه همه با هم. و باید به جای حد اقلیت‌های مشترک ما باید گرد یک برنامه جایگزینی مشخص و شفاف، نه حد اقل‌های مشترک، دور هم جمع بشیم. میرسیم به راهگشایی. باید از خودخواهان و جاه طلبان و فرقه گراها، جنگ طلبها و واسطه های اونایی که با ببخشید واسطه به بیگانگان هستن باید دوری جست. اونا حضورشون باعث بی‌اعتمادی و وجودشون باعث پراکندگیه. در بالای اشاره کردیم به این که هم‌اندیشان و برنامه جایگزینی مشخص، منظورمون از هم‌اندیشان اینه که دید و برداشتشون در تضاد با همدیگه نباشه. همونجوری که اشاره کردم جمهوری خواه در مقابل سلطنت نباشه. برنامه مشخص یعنی این که همین کاری که الان میبینیم، ما در چند بار با هم گفتگو کردیم در مورد حکومت معذرت میخوام دارم اشتباه میگم اینجا آقای لادر، ببخشید تا شما این به اصطلاح جمله رو پیدا میکنید، درباره این که شما میگید اونایی که میگن همه با هم یک دروغ و تصوری بیش نیست، جواب شما به اونایی که میگن این کار شد در زمان خمینی وقتی گفت همه با هم، کمونیست تندرو نمیدونم
جمهوری خواه و همه رفتن، جوابتون به اونها چی هست؟ به مثال بسیار جالبی زدیم، جواب اینه که ملا پر شد، نتیجهش این شد. نتیجهش اینه، یعنی اگر ما میخواییم، خب ما توی انقلاب مشروطه هم همه با هم داشتیم، در همینجور شما اشاره کردی در انقلاب 57 هم داشتیم، ولی بی نتیجه است و بیهوده است، یعنی از دستمون میره. ما میخواییم این بار شکست نخوریم، میخواییم این بار به نتیجه مطلوب برسیم، و ما برداشتمون اینه که راه نجات ایجاد یک جبهه از هم‌اندیشانه گرد یک برنامه جایگزین مشخص. برای مثال ما توی جبهه دوم که هدفش برپایی جمهوری دموکراتیک و لائیک در ایرانه جمع شدیم. اگه به این چهار واژه توجه کنیم، جمهوری یعنی تنها خواست مردم پایه و اساس قانونمندی دولت باشه، نه از سوی خدا و نه از طرف بیگانگان، یعنی سیستم منتخب مردم که پاسخگوی خواستهای مردم و برآورنده نیازهای جامعه باشه. دوم میرسیم به دموکراتیک، یعنی دموکراتیک جمله فارسیش یا واژه فارسیش مردم سالاره، یعنی شرکت مردم در تعیین سرنوشت خودشون، یعنی اینکه قانونمندی دولت از مردم و مسئولیتش به مردم. میرسیم به لائیک. لائیک یعنی اینکه ما میخوایم مذهب زدایی کنیم از دستگاه دولت، یعنی مذهب نداشتن دولت از یک سو و آزادی ادیان در جامعه از سوی دیگر، و این به نظر من واقعا پاسخ بوده. و اما واژه ایران، چون ما گفتیم جمهوری دموکراتیک و لائیک ایران، اینجا واژه ایران هم دوتا معنی داره، یکی این که این جمهوری دموکراتیک لائیک باید در چارچوب فرهنگ ما باشه، نه در تضاد و نه برای کمرنگ کردنش، و در ضمن معنی داشتن ایران در عنوان نگفتن به جدایی طلب ها و اونایی که میخوان ایران رو تیکه تیکه کنن. هدف مذهب میخوام در اینجا دوست دارم که برای روشنگری یک برگی از تاریخ رو با هم نگاه کنیم که مال 155 سال پیش در ایرانه، و اون یک نوشته از میرزا فتح‌علی آخونزاده، به نظر من بسیار ربط داره به گفتگوی امروز یا به این نوشتاری که من هفته پیش منتشر کردم. ایشون یه رساله‌ای می‌نویسه و اون انتقاد می‌کنه به سیاست و دیانت، و میگه که انگیزه من، اینو بعد بخونم براتون، انگیزه من از این بود که یک هوشیاری تاریخی بدم، ایجاد تفکر ملی و اصلاح و ترقی جامعه. بعد میگه که منظورم از این حرف اینه که باید استبداد سیاسی تغییر پذیرد، حکومت قانون جایگزین آن گردد و ظلمت روحانی برافتد، سیاست و دین از یک دیگر به کلی تفکیک گردند و دین تصرفی در امور دنیایی نداشته باشد. خب ببینید، این واقعا به نظر من بی‌نظیره. 155 سال پیش ما چنین شخصی رو داشتیم و چنین دید و برداشتی رو داشته، ولی متاسفانه ما نه مطالعه کردیم و نه دنبال کردیم و نیاموختیم. یعنی این چیزا در میهنمون غریبه نیست، یعنی این چیزی که امروز ما میگیم جمهوری دموکراتیک لائیک ایران، ایشون 155 سال پیش کاملا به نمایش گذاشته. پاسخ ما در مورد اینکه آیا راه نجاتی هست، در همین نوع حکومتیه که
خواست مردم باشه، پایه و اساس قانونمندیش منتخب مردم باشه، یعنی خواست مردم و نیازهای جامعه رو برآورده کنه، و مذهب در دولت هیچ گونه نقشی نداشته باشه. در جامعه آزاده، ولی در سیاست و دولت هیچ نقشی نباید داشته باشه. برای چی؟ برای که باید همه چیز برای مردم و به خاطر مردم باشه و برای استقلال و یک پارچگی کشور. سپاسگزارم. من ممنونم از شما. چون دوستان قبل از اینکه شما بیان سوال کردن که آقای لادن پیرو چه هدفی هستن، دنبال چه هدفی هستن، دیدم الان چندین بار راجع به این جبهه دوم صحبت میکنیم. من عکس صفحه فیسبوک شما رو اینجا نشون میدم، به دوستان پیشنهاد میکنم اونجا به اصطلاح با شما بیشتر آشنا بشن، از طرز تفکرتون، از نوشتهاتون استفاده کنن. ضمن اینکه این دو مقاله جدید رو هم روی فیسبوک گذاشتم. و آقای فرخ میپرسن که اگر خواست مردم خواست شما نباشد قبول داری؟ من متوجه نمیشم، مگر چجوریه که مثلا خواست مردم خواست شما نباشه؟ بعد شما که نمیگید همه مردم هم فکر من خواهند بود، ولی چون ایشون سوال کرده من همون جمله رو به شما منتقل میکنم. اگر خواست مردم خواست شما نباشد قبول داری؟ ببینید، ما اگر خاطرتون باشه در آغاز این نوشته اشاره به این کردم که من با همه با هم موافق نیستم، پس بنابراین نمیتونم فرض کنین با اونهایی که یک بودی فکر میکنن حزب فقط حزب الله یا امثال هم، نمیتونم بشینم و به نتیجه برسم، برای که میدونم بی نتیجه است. ولی کسانی هستن که اونها مانند من دنبال یک دونه جمهوری مردم سالار ایرانی هستن، و من با اونها میشینم و گفتگو میکنم، با اونها همراه و همگام میشم. حالا اگر ما تونستیم این همراهی و همگامی رو موفقیت آمیز بکنیم و بریم در ایران مردم و اکثریت موافق باشن با چنین مسئله‌ای، تا اون موقع من به صورت یه دونه معلم، به صورت یه راهنما میتونم گفتگو کنم. موقعی که مردم اون راهنمایی و اون سخنان و اون برنامه رو بپذیرن، بعد میشه اون رهبری کرد، راهنمایی کرد و این مسئله رو برد جلو. یعنی هیچ چیزی برخلاف خواست مردم از دید ما وجود نباید داشته باشه، برای اینکه باید همه چی برای مردم باشه. فکر کنم پاسخ ایشون در اون چارچوب داده شد. بسیار ممنونم. چون باز سوال کرده بودن که شما، خب گفتم خیلی ها هستن که میگن ما که مثلا وقت تحقیق نداریم، بعد یه شخصی رو قبول دارن میگن اون تحقیق میکنه، ما هرچی اون گفت قبول داریم. شما الان این ماجرای جمهوری دوم برنامه و هدفشون رو میدونیم، احتمالا خوبه که شما هم بهشون پیوستید، ولی برنامهشون چیه؟ برنامه ها ببخشید مثل ققنوس نباشه که میگه ما تا 50 سال آینده برنامه داریم، بعد بهش میگن خب برنامه فردا چیه؟ موندن توش، تازگی هم گندش بالا اومد که دیروز پریروز گویا آقای کنگرلو و اینها صحبت از جدایی و تجزیه و اینها کردن که مردم اعتراض کردن. برنامه این دوستان و شما در جمهوری دوم چی هست؟ حتما. خود جمهوری دوم یکی از اولین کارهایی که کرده هدف و برنامه و راهش رو در یک صفحه خیلی ساده به وجود آورده که اگه شما هر کسی بره بزنه جمهوری دوم اون برگ نخست رو نگاه کنه، فقط و فقط در ظرف 2 یا 3 دقیقه میتونه همه چی رو ببینه و اگه دلش میخواد میتونه اون برای خودش چاپ کنه و نگه داره. خیلی خیلی ساده که چون که 3 تا مرحله گذاشته، اول اینی که ما این هدف و این برنامه و این راه، دوم اینی که تلاشمون اینی که ما اینو ببریم در جامعه معرفی کنیم،
بتونیم با شهروندسازی اشخاص رو جلب و جذب کنیم تا برسیم اون دوران گذار برسه به دولت موقت گذار و بعد آمادگی به وجود بیاد برای اینکه مردم بتونن با آگاهی و شناخت حکومت مورد خود انتخاب خودشونو به وجود بیاد. پس بنابراین 1-2-3 خیلی شفاف خیلی روشن اینو ارائه کرده. و شما یه اشاره کردین قبل از اینکه درباره جمهوری دوم بپرسین، گفتین که خب خیلی ها هستن که زمان ندارن برای تحقیق و پژوهش و اینا. این واقعا ربط داره به مقاله‌ای که روز سه‌شنبه یعنی سه روز پیش منتشر کردم که شما گفتین معرفیش کردین. اون در مورد شاه، حزب رستاخیز، انقلاب، کودتا و تیتر عنوان دومش هست جهل حقایق و تحریف تاریخ. اگر اون مقاله رو شما پایین مقاله رو نگاه کنین 19 تا منبع مستند داره. من فکر نمی کنم، یعنی واقعا از بینندگانتون میخوام برن 50 تا مقاله رو از 50 شخص مختلف نگاه کنن. فکر نمی کنم یه دونه مقاله پیدا کنن که بیشتر از 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا 10 تا منبع داشته باشه. این مقاله 19 تا منبع داره و یه مقداری از منبعاش فقط و فقط اسناد هستن. خب وقتی شما یک چیز رو در چارچوب اسناد ارائه میکنین دیگه موافق مخالف باید اگه عادلانه نگاه کنه و عادلانه بخونه و پیش فرض نداشته باشه و غرض ورزی وجود نداشته باشه نمیتونه زیاد باهاش چی میگیم کلنجار بره. اون مقاله الان اگه خاصی میتونیم یه اشاره هم به اون بود. بله من دارم نشون میدم و این روی خبرنامه گویا هست، لینکاش رو هم روی فیسبوک برای دوستان گذاشتم و اگه شما یه مقدار در اون موردم توضیح بدید ممنون میشه. حتما. من علت این مقاله رو نوشتم از مقاله های معمولی یه خود طولانی تره برای اینکه یک کپسولوار در مورد اتفاقات مهمی که در میهنمون در دوران سلطنت پهلوی پدر و پسر افتاده به اونا اشاره کردم و دلیلش این بود که تازگی باز دوباره ایده را افتادن میخوان تحریف تاریخ کنن. یعنی واقعا اون مسئله عامیانه که گنجشک رو رنگ میکنن به جای قناری میپوشنه. آخه دیگه وقتی همه چی علنن ویدیو فیلم وجود داره، ضبط وجود داره که شاه چی گفت. شاه وقتی که حزب رستاخیز رو میخواست را بندازه به اعلم، اسدالله اعلم وزیر دربار، میگه وزرا و وکلا و ژورنالیستا رو دعوت کن من میخوام یه چیزی رو اعلام کنم و حزب رستاخیز رو معرفی میکنه و چیزش هست، چی میگن فیلمش هست، دستان میرن میتونن برن گوش بدن، چند دقیقه تو بیشتر طول نمیکشه. ولی طرفدارای سلطنت دارن اینو تحریف میکنن، میگن شاه هیچ وقت اینو نگفته. من جمله دقیق شاه میخوام اگه اجازه بدیم بخونم. بفرم. میگه میگه ما حزب رستاخیز به عنوان انها حزب کشور اعلام میکنیم و میگه ما باید صفوف ایرانیان را به خوبی روشن و تمیز از هم جدا بکنیم. کسانی که به قانون اساسی، نظام شاهنشاهی و انقلاب ششم بهمن عقیده دارن و کسانی که ندارن. بعد میگه که هر ایرانی باید تکلیف خود را روشن کند، عضو این حزب بشود و اگر نشد از ایران خارج شود. اگر نخواستن خارج شوند جایشان در زندان است.
آنهایی که به این حزب نمی پیوندن متعلق به تشکیلات غیرقانونی هستند، بی وطن هستند، یا باید به زندان بروند یا اینکه همین فردا کشور را ترک کنند. روزی که این اعلام میکنه، روز بعد شاه داره میره به الجزیره برای اون رابطه بین بهش فکر کنم بوده جلسه اوپک یا چنین چیز. توی فرودگاه خبرنگارا جلوش میگیرن و میگن قربون اینا که شما دیروز گفتین، البته من خبرنگار خارجی ایرانی که جرئت نمیکردم، اینا که شما دیروز گفتی با دموکراسی و آزادی مغایره. و پاسخ شاه میگه که دموکراسی، آزادی، این حرفا یعنی چی؟ ما هیچ کدوم از آنها را نمیخواهیم. و اینم باز دوباره هم سندش هست هم فیلمش وجود داره. به نظر من نمیدونم چرا ما اینطوری هستیم. میخوایم چشمندی بکنیم، میخوایم همه چی رو تحریف کنیم. این مسئله مختص به رساخیز نیست، تمام جریان ها واقعیت های تاریخی مهمی میهنمون رو این اشخاص در درجه اول سطن طلب ها، در درجه به ویژه خاندان پهلوی میخوان اینا رو همه رو جعل حقایق و تحریف تاریخ کنن، از جمله سلطنت، به وجود اومدن سلطنت رضا شاه که بهش میگن کودتای 1299، یه کودتای انگلیسیه. بعد لایحه الحاقی نفت که رضا شاه انداخت توی بخاری سوزوند و هرچی انگلیس خواست نوشت و تحویل داد. بعد میرسیم به کودتای 28 مرداد، بعد میرسیم به انقلاب 57. همه این واقعیت ها رو که من تو این نوشته با سند همه رو آوردم، یکی یکی رو اینا تلاش میکنن تحریف کنن و جعل حقایق. حتی شما نگاه کنین که سخنرانی شاه پیش از سرنگونی سلطنتشو که دیگه با چش و گوش همون با چشمون دیدیم، با گوشمون شنیدیم، میگن نه اونم تازه دیگران این کارو کردن. مگه یارو مگه صحیح بود که هرچی هرکی بهش بگه انجام میده؟ مثلا کسی که هیچ کسی رو قبول نداشت، حتی همسر خودشو. بسیار ممنونم. آقای فرخ میگه که How about Federal Republic like Germany؟ درباره حکومتی مثل آلمان. البته میبینیم که آلمان هم الان به بنبست خورده، حتی انگلستان به اصطلاح بعد از این همه سال که بر دنیا حکومت کرد، الان یه شخصی مثل این بوریس جانسون اومده. نظرتون در مورد حکومت‌های مثل فدرال آلمان چی هست؟ چون اون یه جورایی تعریفی از همه با همه، ولی به صورت به اصطلاح ائتلافی. میگه شما بیا هر چی با شما بودن اینقدر نماینده شما بفرست به تعداد آدمایی که شما میتونی جمع کنی، ولی در نهایت همه با هم هستی. من مشکلی یه جا دیگه هم میبینم. بفهم. و اون اینه که مثل این میمونه که یه عده‌ای از طرفداران پهلوی و سلطنت در این مورد گفتگو میکنه خیلی شبیه به این که چه اشکالی داره، مگه ایران نمیتونه مثل دانمارک یا سوئد پادشاهی تار پارلمانی داشته باشه؟ نه نمیتونه، ما زمینشو نداریم. و پاسخ به این پرسش ایشون هم همینه. اون سیستم ها در ایران کسانی دنبالش هستن که حالا نمیگم ایشون، کسانی دنبالش هستن که در ضمن دنبال جدایی هستن، چون متاسفانه ما زمینه لازم رو نداریم در میهنمون. ما نباید سر خودمون کلا بذاریم. ما 40 سال پیش خمینی رو در ما کره ما هم دیدیم. ما هنوز متن جامعهمون در اون چارچوبی نیست، یعنی کمدانی به صورت یه دونه بیماری مزمن تو مملکتمون وجود داره.
میدونین که اینو من نمیگم، خود رژیم هم اینو اقرار کرده که متوسط مطالعه در میهنمون 2 دقیقه در 24 ساعته. 2 دقیقه توی آمریکا اگر درست تو ذهنم باشه هستش 35 تا 40 دقیقه، توی انگلیس هست 55 دقیقه، توی ژاپن هست 90 دقیقه. خب آخه وقتی ما 2 دقیقه در روز از 24 ساعت ضبط در 60 دقیقه مطالعه میکنیم، کم دانی وجود داره. تازه اینم میگه متوسط جامعه، یعنی کسانی هستن که فرض کنید 20 دقیقه مطالعه میکنن، پس اون 19 نفر دیگه 0 دقیقه مطالعه میکنن. خب با در نظر گرفتن زمینه موجود بعضی از سیستم ها نمیشه آورد و باز میخوریم به اون بنبست. بسیار ممنونم. صحبت از انگلستان شد، شما نظرتون در مورد این ترامپ انگلستان چیه؟ چون آقای ترامپ هم خیلی خوشحاله که یه نفر مثل خود این اونجا به اصطلاح الان صدر اعظم هست، ضمن این که قبلا اون آقا خیلی درباره ترامپ بد صحبت کرد و به اصطلاح اونم مسخرش میکرد. حالا خود اونم که توی انگلستان مورد تمسخر قرار میگیره و اینها بماند. یه عکسی هم هست من در حین صحبت‌های شما نشون میدم که روی یکی از مجله‌ها اون رو باز مسخره کردن. بفهم. خب ببینید تون رو دارن توی بعضی از کشورها گل میکنن برای اینکه میتونن متن جامعه رو اقفال کنن، نه همه جامعه رو ولی یک بخشی از متن جامعه رو، و ایشون هم یکی از اون تون رو هست که حرفاش و کاراش فقط و فقط شعاریه، مثل خمینی که در ایران تونست. خمینی تفاوت زیاد بزرگی با اشخاصی مثل ترامپ و یا این آقای جانسون نداره و اینها کلیشه‌ای صحبت میکنن، شعاری صحبت میکنن، عوام فریبی میکنن و مقاصدشون اصلا ربطی به میهن و ملت نداره، فقط و فقط دنبال اون مقاصد خودشون هستن. خمینی دیدین که خیلی ساده بعد از اون حرفای دموکراسی و آزادی و برابری و من میرم تو قم معلم میشم، اومد توی ایران وقتی سوار خر مراد شد گفت تقیه کردم، یعنی همش دروغ، یعنی شارلاتان، یعنی عوام فریب. ما جامعهمون هنوز در اون سطحی نیست که بتونیم جلوی این عوام فریبی ها رو بگیریم، بنابراین باید سیستمی به وجود بیاریم که جلو سدیه در مقابل عوام فریبی و کجدبی. بسیار ممنونم از شما. دوستان عزیز این برنامه ها در روزهای دیگه هم پخش میشه تا به اصطلاح برنامه جدید آقای لادن رو داشته باشیم. فیسبوک آقای لادن رو من به شما نشون میدم یه بار دیگه که خیلی ساده است، امیر H لادن، و ویدیوهای ایشون هست روی یوتیوب و صفحه های مختلف. و اگر جانم اگر امکان داره من ترجیح میدم اندیشکده رو نشون بدیم. بله الان اون رو هم میزنم. دوستان عزیز وبسایت اندیشکده رو من از اول برنامه گذاشتم، اندیشکده.net، ولی اگه منظورتون صفحه فیسبوک هست اون کارم الان انجام میدم. من ساکت میشم، شما اگر صحبتی دارید بفرمایید. ضمناً میگن که سیستم شما را پس ایرانیان نادان قبول میکنن. من نمیدونم، شما از نادانی صحبت نکرد، شما از کمدانی صحبت کردید. برافو. بله بفرما. من وقتی میگم کمدان خودم هم جزش، یعنی من هی خودم از ملت ایران جدا نمیدونم و هیچ ادعایی ندارم، فقط و فقط آموخته هام و اندوخته هام رو میخوام به اشتراک بذارم. در مورد این جعل حقایق و تحریف تاریخ ما باید حواسمون خیلی جمع باشه، یعنی واقعیت اینه که اگر ما حقایق رو ندونیم، یعنی از تاریخمون آگاه نباشیم، به شدت آسیب پذیر هستیم و میتونیم دوباره بیفتیم توی این چاله ها. شما نگاه کنین که برای مثال انقلاب 57
حالا درسته که یه عده‌ای به ویژه سلطنت طلبا میگن آشوب و نمیدونن، رضا پهلوی میگه انقلاب سیاه و از این حرفا، ولی حقیقت اینه که یک انقلاب مردمی، آزادی خواهی برای استقلال ایران، برای وابسته نبودن و برای عدالت بود. یعنی بسیار بسیار درست و مردم واقعا زحمت کشیدن، ولی به کجراهه مذهب کشیده شد و من همیشه میگم به چاه فقاهت سقوط. علت این کمدانی ماست. حالا به هر کسی هم برمیخوره بر بخوره، اگه بهتون برمیخوره بریم دانا بشین، کمدان نباشین، بریم مطالعه کنیم. ما نیاز داریم که رودرواسی رو با خودم بذاریم کنار. اگر کمدان نبودیم، میلیون ها نفر هر روز برای بیش از یک سال توی خیابون فریاد نمی زدن ما همه سرباز توییم، گوش به فرمان توییم. یا اگه نادان و کمدان و ناآگاه نبودیم، نمی گفتیم توی زمان دوتا پهلوی پدر و پسر رضا شاه و محمد رضا شاه، نمی گفتیم خدا شاه میهن. یک فرد نباید هیچ وقت بزرگتر از میهن باشه. اینا دلیل کمدانیه. ما میگیم باید مردم همه چیز باشن، نه اشخاص، نه بت، نه یک قهرمان. بسیار ممنونم از شما. خب دوستان عزیز، با آقای امیر حسین لادن هستیم و ایشون دو تا مقاله روی خبرنامه گویا گذاشتن که ما روی فیسبوک هم گذاشتیم. اینها رو لطف کنید بخونید، به قول معروف یک کمی از این کمدانی بیاین بیرون، دانا بشیم. اگرم دانا هستید داناتر بشید. اگر در این مورد یا در موارد دیگه ای که ایشون قبلا صحبت کردن پرسشی دارید یا نظری دارید، یا مستقیما با خود ایشون تماس بگیرید از طریق اندیشکده.net یا از طریق صفحه فیسبوک اندیشکده، اندیشکده آگاهی و شناخت، یا از طریق تلویزیون مردم هم میتونید تماس بگیرید. من ساکت میشم آقای لادن، اگه شما صحبتی دارید بفرمایید. و خیلی ممنون که قبول زحمت کردید و من به شما گفتم که یکم مشکل دارم، لطف کنید به جای یک مقاله درباره دو مقاله صحبت کنید. ممنونم. اگر فقط به فقط دوست دارم اشاره کنم به اینی که این نوشته، این نوشته آخر 19 تا منبع داره. خواهش میکنم اون کسانی که با حرفای من موافق نیستن و عقاید دیگری دارن، به ویژه کسانی که حتی مخالف گفته های من هستن، برین این مقاله رو حتما بخونیم، اون منابع رو یه نگاهی بکنیم و هر کدومش رو که میخواین برین، چون آسون میتونین نگاه کنین و درارین و ببینین که داستان از چه قراره. یعنی مخالفتتون همینطوری که من ادعا میکنم بر اساس اسناد، شما مخالفتتون بذارین بر اساس آگاهی و اسناد. من پیشنهاد میکنم به اونایی که به میهنمون و آینده میهنمون علاقه دارن، حتما این مقاله رو بخونن و آگاه بشن که، یعنی آگاه تر بشن که ما از اون آسیب پذیری نجات پیدا کنیم. و مقاله، حالا این مقاله آخری یه ذره طولانیه، ولی بهتون قول میدم بیشتر از 10-12 دقیقه وقتتون رو نمیگیره و 10-12 دقیقه وقت گذاشتن به خاطر میهنتون، به خاطر خودتون، یک سرمایه گذاری عظیمی نیست. بسیار ممنونم آقای لادن. آخر هفته خوبی برای شما آرزو میکنم. امیدوارم باز هم در آینده شما رو داشته باشیم و خیلی ممنون که وقتتون رو هم صرف تحقیق میکنید، هم نوشتن و هم برای ما توضیح میدید. من به نوبه خودم از شما ممنون و متشکرم. سپاسگزارم برای همه بینندگانتون، هم میهنانمون، مخالفان و موافقان. امید هفته خوبی رو دارم. خیلی ممنون. خب دوستان عزیز، با آقای امیر حسین لادن بودیم. نوشته ایشون موجود هست.
هم در خبرنامه گویا، هم در فیسبوک مردم تیوی، هم در فیسبوک شخصی ایشون و مطالعه کنید. من تعجب میکنم که این دوست ما آقای فرخ تا حالا چندین بار هی به دوستان مختلف پیشنهاد میکنن که آقا برین سراغ فلانی، تاریخ ایران رو میدونه. آقا فرخ عزیز برادر، قربونت برم، اگه ایشون درست میگه، قبولش داری، برنامه داره، خب شما برو دنبالش، شما برو دنبالش. ما که نمیتونیم به یه نفر که آمده سالها مطالعه کرده، تحقیق کرده، وقت گذاشته، تا میاد اینجا میگیم آقا برو فلان جا. این کار زشتیه. من نمیدونم شما کجای دنیا، تو کدوم تلویزیون دیدید که یه نفر بیاد تو فاکس تی وی بهش میگن آقا شما اینجا رو ول کن، برو سی ان ان رو نگاه کن. شما برو به اون دوستت که حتی ریشه و اصل و نسب خودش رو هم نمیدونه و اونم دوچار بحران میان سالی شده که الان آمده میبینه نمیدونم مامانش خارجیه، باباش ایرانیه، اسمش عباسه، گذاشته الان نمیدونم فلان. شما برو به اون بگو آقا برنامه چیه، من شما رو قبول دارم، تو باشو چی میگن، من میشم پیرو تو، تو هم باشو رهبر من، یا علی مدد شما بیفت جلو، منم میام دنبالت. بعدم ما میگیم ببین این آقای فرخ هی به ما گفت، به ما گفت راه بهشت از این وره، ما نرفتیم. ببین الان تو بهشت چقدر خوش میگذره بهش. در اصل ممنون و متشکرم. من گفتم از آقای لادن خواهش کرده بودم که امروز زحمت بکشن و بیشتر با شما باشن تا من کمتر صحبت کنم و اجازه بدین همینجا برنامه رو به پایان برسونم. برای شما بهترین ها رو آرزو کنم و دوستان بیان یک کمی یاد بگیریم این اصول برنامه تلویزیون، صفحه‌های عمومی و الی آخر. ما رسیدیم به یه جایی که چون فهمیدیم اینجا آزادی هست، میریم به دوستمون میگیم که بیا بریم یه جایی، من سراغ دارم، 350 نفر الان اونجا نشستن، اصلا هم هیچ خرجی برای من و تو نداره که بریم آدم ها رو جمع کنیم. میگه کجا؟ سینما. بریم آقا دوتا 7 دلار، دوتا 13 دلار، دوتا 10 دلار، یا اگه موهاتون مثل من سفید باشه، خانمه فکر کنه 65 سالته، 3 دلار و نیم، 4 دلار، دوتا تیکت بخریم بریم اونجا. طرف آمده فیلم نگاه کنه، اون وقت شما با دوستت میری اونجا حرف دیگه ای میزنی، آقا میگیرن میندازنت بیرون. شما دارید این کار انجام میدید. آقا شما با اون دوستتون تصمیم بگیرید برید تو برنامه ایشون، بعد به اون آقا بگو از آقای لادن دعوت کنه. مگه آقای کوروش اعتمادی از ایشون دعوت نکرده؟ آقای لادن میرن تو برنامه ایشون صحبت میکنن، ویدیوشونو میذارن، ویدیوشونو من اینجا پروموت میکنم. ولی نمیشه که وقتی یه مهمون اومده اینجا من بهش میگم آقا برو این خیلی تاریخ بلده. چه تاریخ رو بلده؟ یه تاریخ یک بعدی دروغ که کی نوشته؟ علی میرفسفس نوشته. اینجوری نیست عزیز من. ای کاش بعضی وقتا من فکر میکنم که برای تماشا کردن، برای دسترسی به فیسبوک، ای کاش ما باید مثلا یه پولی، یه هزینه‌ای میدادیم تا اونجا معلوم بشه ما کیا حقیقتاً میخوایم از این وسیله استفاده کنیم یا کیا فقط چون مجانی آویزون شدیم بهش. آویزون نباشید. ممنون و متشکرم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. امیدوارم موفق باشید. روز روزگار بر شما خوش. دوشنبه هم برنامه سربی با مردم رو خواهیم داشت، به احتمال 99% برنامه آقای حسن فیروزی. آقای حسن فیروزی شخصی است بهایی که میگه بهایی یک دین نیست، یک آیین است. بهایی مذهب نیست، یک فلسفه است. خب دوستان عزیز، ساعت 4 بعد از ظهر امروز برنامه حسن ارشاد رو داریم. آقای حسن ارشاد سالهاست الان برنامه فکر کنم 231 و 200 یا 232 رو در دو قسمت برایش من و شما ارسال کردن، اون ساعت 4 شادم از همه الان زودتر پخش کنیم و استفاده کنید. ایشون هم فیسبوک داره، تلگرام داره، اینستاگرام داره، میتونید با خودشون تماس بگیرید. برنامه ها رو یه مقداری از این حالت حالا که بیکارم اینو نگاه میکنم، حالا که دروازه منم داد میزنم،
اینجوری بذارید کنار، بخونید، تحقیق کنید، درباره اون تحقیق با دیگران صحبت کنید و تماس بگیرید. بازم ممنونم. ضمناً اگر دوست داشتید برنامه من رو با دیگران هم به اصطلاح شیر کنید، در میون بذارید. و دیروز بود اتفاقا آقای فرخ یه چیزی برای من فرستاده بود، من رو نمیدونم، رادیو اسرائیل ماشاءالله خیلی چی میفرسته، ولی نگاه کردم، حالا من نمیدونم ایشون چقدر به اصطلاح روی صفحش هست، تعجب کردم، گفتم این همه خوب بعد آشغال برای ما میفرسته ولی برنامه منو نمیذاره رو صفحه خودش، گاهی وقتا برنامه خود من رو برای خود من میفرسته. میگم آقا خیلی ممنون، لطف کردید. دوستان ممنون و متشکرم، آخر هفته خوبی داشته باشید و امیدوارم فردای بهتر، آینده‌ای روشن‌تر در انتظار یکایک شما باشه، تا بلکه شماها وضعتون خوب بشه ما هم راحت زندگی کنیم. آخر ماه جولای هست، تقریبا 3-4 روز مونده، حمایت کنید. 4 مرداد ماه هست، اول ماه ایرانی، تقریبا حمایت کنید و متشکر میشم. خیلی ممنون، روز روزگار بر شما خوش.